بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 29 ماه می سال 2020 و برابر با 9 خرداد 1399. هوا در واشنگتن به شدت گرم، شرجی، و از صبح به ما گفتن که باران‌های شدید، و ممکنه شما باورتون نشه آمریکا وقتی بارون میاد برق هم هی قطع میشه و مشکلات خودش رو همراه داره. اجازه بدید من این برنامه رو با دوستانی که روی فیسبوک هم هستن شیر کنم. شما هم اگر لطف کنید و شیر کنید ممنون میشم. اگر هم از ویدیو ما رو تماشا میکنید، این پایین یک دکمه قرمز هست نوشته سابسکرایب، وقتی اون رو کلیک میکنید بعد بغلش یک زنگوله یا یک ناقوس پیدا میشه، روی اون هم کلیک کنید و به اصطلاح ما هر وقت ویدیویی روی برنامه روی یوتیوب بذاریم اد کنیم، شنیدم ایرانی ها به اشتباه میگن دانلود کنیم، اپلود، شما میذارید اونجا بار میزنید و اگر کسی بردار رو استفاده کنه اونها دانلود میکنه. اب نداره، از این اشتباه ها زیاد میشه، ببینیم که چه باید کرد. خب دوستان، تبریک میگم به اونهایی که طرفدار آقای ترامپ بودن یا هستن. بالاخره داریم آمریکا رو گریت میکنیم. میدونید گریت یعنی عالی، پرفکت، دیگه از این بهتر نمیشه. 5 سال پیش، 4 سال خورده پیش، وقتی که این شارلاتان با این شعار، بذارید من اینا رو هم براتون بیارم که شماره تلفنمون، ایمیلمون، اینها همه مشخص بشه. افکت 2 و 3 و 4 و 9 رو نمیخوایم فعلا، 7 و 8 و بله 2 رو هم نمیخوایم، 2 3 4 5 6 رو هم نمیخوایم، 7 و 8 یا بله این 7 و این هم 8، پس شد 2 3 4 5 6 قائبه، 7 و 8. خوشحالم که به اطلاع شما دوستان برسونم که امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با آقای امیر حسین لادن هستیم. مقاله رو در گویا نوشتن و جالبه، درباره آقای خامنه‌ای که آمده گفته اینایی که روزهای بعد از انقلاب به مردم شلیک کردن، من اول فکر کردم منظورش اینایی بوده که اسلحه برداشتن و رفتن تو خیابونا و حزب اللهی بودن و اینها، بعدا متوجه شدم که منظورش مجاهدین بودن یا دیگران که به اصطلاح اول با حکومت بودن و با آخوندا بودن، بعد تا دیدن اونها آخوندا چیزی به کسی نمیده راهشون رو جدا کردن، و وقتی که دیدن باز آخوند با این رأی و انتخابات و اینها کنار نمیره، شروع کردن با کشت و کشتار و ترور و اینها که متاسفانه خیلی ها را هم کشتن، حالا یا ناحق یا به حق. ولی صحبتی که خامنه‌ای در این مورد کرده و نوشته شده با نوشته مقاله آقای امیرحسین لادن به نظر من جالبه و قابل فکر کردنه که آدم ببینه که چه روزایی گذشت و یه ملتی 57 سال یا 100 سال، حالا 200 سال بعد از این همه انقلابات میرسه به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با اون همه قولی که داده بود اینجوری فریب میده و به هیچ کدوم از قولای خودش عمل نمیکنه. سلام میکنم به دوستانی که اینجا حاضر هستن روی فیسبوک، و ازشون یه بار دیگه خواهش میکنم که این برنامه رو با دوستان خود شیر کنن. و اما چیزایی که اینجا نوشتن اینه که آقای فرزاد نیساری بود که یک فیلمی رو برای من فرستاده بود، و این دوستان لطف میکنن، بعضی هاشون فیلم ها رو به صورت عمومی میذارن رو صفحات خودشون، بعضی ها به صورت خصوصی برای من میفرستن که من متوجه نمیشم حقیقتا خصوصی که میفرستید یعنی معنیش اینه که این خیلی جالبه، اگه من دوست داشتم در تلویزیون مردم پخش کنم، و به نظر من اگر یه توضیحی طرف بنویسه
این بهتره، مهربانانه تره که بنویسه سوربی من این فیلم رو دیدم، نظر من اینه. و من وقتی فیلم رو نگاه کردم دیدم اولا این ویدیو الان چند ساله، یا اگه اینم نبوده یه ویدیو دیگه همینجوری چند ساله به اصطلاح پخش میشه، و یه آقایی حتی در یه ویدیوی یه خانمی پاسپورت، صفحه پاسپورت رو باز میکنه، نمیدونم آخرش هست یا اولش هست و اینها، با آب و تاب برای من و شما توضیح میده که ببینید آخوندا چیپ چیپ، این همون چیپ و چیپس و اینا فکر کنم کلمش از یه جا میاد. که خیلی ممنون آقای سلیمانی، لطف کردید ویدیو رو شیر کردید یا با دوستانتون در میون گذاشتید. دیدم که ویدیوهای دیگر هم این کار انجام میدید و من مثلا خودم نشستم امروز ویدیوی مال آقای چیز رو، جلیل مرتضوی رو گوش دادم و خیلی جالب بود که میگه میبودی و دوست مهمونش در یه برنامه میگن لیتر بنزین در ونزوئلا 30 دلاره، بعد خود این دوتا فردا تو برنامهشون میگن یه سنته و آدم نمیدونه واقعا اینا روز به روز به اصطلاح چیز میکنن که فقط اموراتشون بگذره. و اینا خب من میگن که من نمیفهمم عقد اون چیپ اون FC اطلاعات شخصی پاسپورته. بله دوست عزیز، اجازه بده آقای قشقایی که من توضیح بدم. ببینید این الان چند ساله، نه فقط اون، شما کارت کردیت کارت که داری، گواهینامه رانندگی که داری، همه اینها اونا به من و شما میگن برای که تقلب کم بشه. اونایی که دنبال دسیسه هستن مثل آقای دکتر رضا سلامی و اینها میگن اینا اینجوری میکنن که بتونن ما رو کنترل کنن. هرچیه دوست عزیز، از این تلفنی که من تو دستمه تا ماشینمون که رانندگی میکنیم، اینا مثل هواپیما جعبه‌های سیاه دارن، دارن چیز میکنه. الان بیمه ها با مراجعه به ماشین شما میتونن بفهمن شما راننده خوبی هستی، راننده بدی هستی، گاز که میدی همه پاشون میره هوا، ترمز که میزنی همه سرشون میره تو شیشه، یا مثل سوروی یواش گاز میدی میری، اونجا هم که چراغ قرمز میبینی یواش ترمز میگیری که نه آب تو دل هیچ کس تکون بخوره، نه آب تو لیوان دست هیچ کس به اصطلاح بریزه. این اطلاعات و پخش اطلاعات دیگه الان جوری شده، میگی شما کیفت که دو جیبته داری از یه پله میری بالا، اونی که داره از پله میاد پایین مشخصات شما رو میدوزده، میگه اونی که میاد از جلو خونه شما رد میشه میتونه در گاراژتون رو که واز بسته میکنین اون فرکانس رو بگیره. ولی من از یه چیزی هم تعجب میکنم خداییش، هم از دوستان ناامید میشم، از اون بالاتر بی خداییش یه مقدار عصبانی میشم که آقا تلویزیون ایران، آخوندا، افرادی که تو ایران با این بدبختی دارن با آخوندا سر میکنن چه صحبتایی میکنن، و من و شما تو جای آزاد اروپا، نمیدونم انگلستان، آلمان، آمریکا نشستیم چه صحبتای مزخرفی میکنیم و خودمون رو سر کار گذاشتیم. آقا بیا نگاه کن ببین من با چه زحمتی، اولا این آقا من نمیدونم مواد چیزی کشیده بود میخواست این کاغذی رو که چسبوندن روی جلد، خب این کاغذه چسبوندن که چیپ گذاشتن وسطش، جدا کنه، نرفته یه چاقو بیاره اینجوری شما این چاقو رو باز کنید، وقتی این کاغذ اینجوری میکنین کنارش پاره میشه، دست میکنی باز کنی، ربع ساعت که خب دروغ میگم چند دقیقه هی اینجوری میکنه بعد بازش میکنه انگار که حالا در بهشت رو به شما باز کرده، شق القمری رو که حضرت محمد کرده یا دیگران کرده برای شما کرده و چیپو نشون میده. تا اینجاش رو میذاریم به این که اینها فکر میکنن خودشون خیلی میفهمن، من و شما نمیفهمیم و وظیفه دارن به من و شما آموزش بدن. خب یاد گرفتیم فهمیدیم، حالا بعدش بیشتر نگران کننده است، میگه شما از این به بعد این پاسپورت و اینا رو با خودتون نبرین. خب من رفتم یه آلمان، رفتم یه هتل، رفتم خونه دوستان، پاسپورتمو گذاشتم تو خونه، بعد میرم تو خیابون
اینجایی که الان دنیا اینجوری شده، آوسلندر قوس نمیدونم خارجی برو بیرون فلان، اینا یه اتفاق پیش میاد، طرف میگه آقا پاسپورت من نشون بده ببینم کجای هستی، بگم نه گوش کن من از ایران اومدم آلمان ولی نمیخوام جمهوری اسلامی بفهمه من الان مثلا توی اشتوتگارت هستم. آقا نکنید والا، آبرو حیثیت خودتون رو نبرید، خودتون در یک مقام دیگه‌ای بذارید. آقا این کردیت کارت شما، اون کردیت کارتی که روش این مارکای چیز هست، ببینید این، نگاه کنید این همه چیز، اینم چیپ، چیپ همه چیز شما رو داره. کی دنیا اومدی، چی خریدی، دیروز کجا رفتی بنزین زدی، چه نوع بنزینی زدی، اون وقت پاسپورت رو با آه و ناله و نمیدونم فلان. اینم یک کردیت کارت دیگه، نگاه کنید اینم یه جوری دیگه شو داره. از همه اینا گذشته شما این مارکی که روی اولین بار توی لندن دیدم، که دیدم اینا هر کی سوار میشه اینو میذاره رو چیزه و ما هبا وایسیم و اینها، نگاه کنید اینجا بغل این یه خطیه، میبینید این، این که مثل علامت رادی چی میگن موجه، این مثل علامت وای فای، مخصوصا الان که ویروس آمده و همه میگن تاچلس تاچلس، یعنی چیزی رو لمس نکنیم، چیزی رو به اصطلاح دست نزنیم، شما میری خرید میکنی، بعد اینو که در میاری میگیری جلو اون شیشه، اون شیشه همه زندگی تو میخونه. ولی این آقای باوش پاسپورت ایرانی، آقا ایرانی ها دارن چه کار میکنن؟ ایرانی زمان شاه ساواک کپی اسرائیل و آمریکا رو میزد، سازمان های اطلاعاتی اینها، الان اولا همونها رو نگه داشتن. بذار ببینم بس که یه صفحه اشتباهی اینجا میاد، نه 8 و 7 و 6 و اینها، بله کپی زدن، حالا یا مال شورویه یا همون ساواکی ها رو یه سریش نگه داشتن و همون سیستم داره کار میکنه. حالا وزارت اطلاعات، و اما وزارت اطلاعات یادم چند مدت پیش من آمدم گفتم یه کسی به من گفت آقا فیلم گاندو، گاندو کیه؟ گفتی ای بابا تا امروز ما شیرازی ها او او میکردیم، حالا همه او او میکنن، این گاندو چیه؟ آقای اکبری گفت آقا گاندو هست و یعنی تمساح یا یک سوسمارای مخصوصی که یک جای ایران هست، اینا پوزشون یا صورت مثلا چه میدونم نوک که نمیشه کوتاه‌تر هست و اینها. و ما گفتیم خب حالا که ایام ویروس کرونا هست و وقت زیاد داریم، این وقتایی که باید صبح میرفتیم میمدیم رفت آمده اینا به نفعمون شده، بذاریم فیلم تماشا کنیم، فیلم تماشا نکنیم هی میریم تو یخچال برمیداریم چی میخوریم، چاقتر و توپلتر میشه. شروع کردیم این فیلم رو تماشا کردن، خب یکم برای آدم جالبه، مخصوصا توش ماجرای این آهان نگاه نکردم تا چند هفته پیشه که از دوستان گفت دیدی تو اون فیلم گاندو نشون میده جیسون رضاییان رو میگیرن، گفتم اه خب نگاه میکنم، نگاه کردیم یه نفر آوردن جای رضاییان گذاشتن به نام مایکل هاشمیان و اینها، و این فیلم ما دیدیم. اولا خب حالا ایرانی ها البته یادتون باشه توی فیلم همیشه باید اقراق کنن، تا شما به خاطر همین مثلا از فیلم های قدیم بتمن رو نمیدونم اینا وقتی یه مشت میزد اینجوری سر صدا میکنن که هیجان رو زیاد کنن، و الا شما مشت بزنی به کسی که این صدا ها رو نمیده، یا تو گوشی بزنی که این صدا ها رو نمیده. بمانه آقای سلیمانی میگه این کارت های اعتباری از 8 سال قبل در اروپا در دست مردم است به نام کانتکتلس. بعد من 5 سال 4 سال پیش رفتم انگلستان اونجا دیدم، وقتی برگشتم اینجا به شرکت کارت و اینا که گفتم بانک آف امریکا کپیتال وان اینا، گفت نه ما هنوز اون داریم تو فکرشیم، دیدی امریکا آویزین بر فکر میکنه خیلی جلو از اون بر هرچی بهش میگه، نه این هنوز نداری. چندین سال بود که توی اروپا شما پول پارکومتر با تلفنت میدادی، حالا تازه اینجا راه افتاده، هنوز هم اون سیستمه نیست، زنگ بزن چی کن اینا، و الا شما میمدی میزدی از استفاده کن. بماند ما خیلی عقب افتاده هستیم، ولی
آمریکایی‌ها مثل ایرانی‌ها فکر کنن خیلی هم با فرهنگ پیش افتاده هستن. باز ایشون میگه جناب سوربی همه پاسپورت‌های جهان الان این چیپ‌ها را دارن و این معاهده و توافق بین المللی است و چیپ عکس و شناسایی دقیق شما را نشون می‌دهد که تقلب و انسان دیگری به جای شما نیاید. میگه که آقای یوسفی میگه من 2 سال پیش دیدم این ویدیو رو در فیسبوک و ده‌ها مبارز سیاسی در کامنت زیر اظهار نظر و لعنت ایشون نوشته لعنت و نفرین فرستاده بودن. میگه حالا چرا امروز عصبانی هستی؟ آقای اکبری میگه آقا ما ایرانی ها هممون عصبانی دنیا میان. البته همه جهانیان عصبانی دنیا میان، به خاطر همین بچه وقتی میاد دنیا گریه میکنه. خیلی جالبه ها، بچه که 9 ماه تو شکم مادرش بوده وقتی میاد بیرون گریه میکنه، به غیر از آقای خامنه ای، چون خامنه ای که آمده گفته یا علی مدد، نمیدونم اون اونجا چه خبر بوده که از علی مدد خواست. عصبانی نیستم کاکو جون، عصبانی هم که چرا، میدونی شما تو زندگیت به یک کسایی برخورد میکنی، باهاشون صحبت میکنی، بعضی ها میگن سرشون به تنش میارزه، من فکر میکنم سر همه به تنشون میارزه، هیچ کسی نیست که سرش به تنش نیارزه، ولی فکر میکنی که این یکمی با سوادتر از دیگرانه. سوادم فقط به معنیش کتاب نیست، با فهم و با شعورتره. بعد در طی برخوردهایی که داری میگی آقا ای بابا اگه این با سواد و با شعور مملکتمونه، پس خاک بر سر من بی شعور، دیگه من کجا هستم؟ اینی که 2 سال پیش دالا هنوز ما ایرانی ها در پیچ و خم این هستیم که آقا این پاسپورت جلد آخر یا اولش واز کردم و دیدم آقا مسافرای خارج زیاد شدن. اون موقع تو فامیل شما چند نفر خارج میرفت؟ الان هر کیو نگاه میکنی توی مهمونی که نشستی میگی تایلند، میگه آه تایلند بودم، میگی سنگاپور، میگه بودم، میگی چین، میگه بودم، میگی کره، میگه بودم، همه مسافرت میرن. به خاطر اینکه یک تقلب نشه سوربی با پاسپورت اکبری و سلیمانی نره، به غیر از اینکه عکستو چسبوندن اینجا، اون چیپ عکست هم گرفته که احتمالاً اونی که میخواد تقلب کنه بلد اون چیپ رو هم دستکاری کنه، ولی مثل این مردی که یه ساعتی اینجوری نمیکنه تا بازش کنه. خب وقتی شما تو صف میای الان اگه نگاه کنی پاسپورت تو صفحه اولو که باز میکنه عکس تو میبینه، میذارتش اینجوری پایین، این رو میز نیذاشته که باهات خوشو بشکنه، همین گذاشتتش که این چیپ خونده بشه. مثل فروشگاه که میری، حالا شما بیا مثلا هندونه رو که من میرم یه چیز چسبونده روش میذارم میگه 4 دلار، شما بیا با آب و تاب نشون بده آقا این هندونه رو شماره زدن روش که سر بفهمن امروز سربی هندونه خورده. خب خورده که خورده، نوش جونش یا کوفت و زهرمارش بشه. نکنید والا بل آبرو خودتونو نبرید دوستان. همون اونی که اینو درست میکنه آبرو خودشو میبره، هم اونی که اینو میذاره. و ببخشید من اینقدر رک و راست صحبت میکنم، دلم میسوزه. چرا دلم میسوزه؟ بذارید بهتون نشون بدم. ببینید تو رادیو تلویزیون ایران چی میگه، چه جوری بحث میکنن. این شبکه 4ه. دیدم آقای چمنارا گذاشته، منم اینجا کپیش کردم، شیر کردم. حالا اجازه بدید که ببینم اینجا اگه بتونم پیداش کنم برای شما نشون بدم. ببینید اصلا چه جوری صحبت میکنن. اینجا داشته باشیم این رو یک لحظه، من چون نیذاشتمش تو دستگاه، باید این دستگاهی ما هم باید از روز قبل از ساعت قبل مثلا بذاریم، اگه نه باید اینجوری به شما حاضر و آماده نشون بدیم. این سفیدی هم که میشه برای اینی که ما داریم اونو عکس میگیریم که بذاریم اینجا. بشنوید دوستان. آقای دکتر پوراسن نکات درستی دارن. ببینید آقای دکتر پوراسن میگن سنت مهمه و پدر اون کسی که سنت رو انکار میکنه لعنت. ایشون میفرمایند که آینده بدون گذشته امکان پذیر نیست، آینده بدون سنت امکان پذیر نیست. فکر میکنم من هم جزو معدود کسانی بودم که در این کشور این فریادها رو زدم. نگاه کنید آقای دکتر میگن تمدن اسلامی یک واقعیت است، گویی من گفتم تمدن اسلامی یک واقعیت نیست.
تمدن اسلامی یک واقعیتی بود در دوران قرون 8 و به اصطلاح قرون 4 و 5 و 7 بود. بله. اما شما امروز در این دوره صحبت میکنید، تفاوت بزرگی وجود داره میان آنچه که شما بودید و آنچه که شما هستید. حرف من این آقای پور هستن، اگر قرار بود جامعه در مسیر انحطاط بود چگونه جامعه بود؟ از شما میگه تمدن سلم نه، تمدن میخواید دیگه، تمدن به دلیل عقلانیت نمیشه. با این هیاهوها، با این لومپنج بازی و با این پوپولیسم تمدن نمیشه. شما تمدن میخواید بدون آزادی مگه میشه؟ بدون شکوفایی استعدادها مگه میشه؟ شما یه جاهل خونه در ارشاد درست کردی، یه مش خوارج و هوازنها رو ریختید اونجا، کتاب رو خفه میکنید، حالا مدعی تمدن هم هستی. داره نابود میشه این ملت، این ملت داره نابود میشه. قرار تو این کشور اتفاق بیفته ما نمیتونیم درار ببندیم، نمیتونیم ایران رو تبدیل به قلعه نظامی مثل کره شمالی بکنیم و بگیم میخواییم تمدن سازی بکنیم. به نظر من اگر جامعه ما به نحو طبیعی پیش میرفت، و من همیشه گفتم در یک میگفتم که ما فعلا مارادونا رو ول کردیم به قزنفر چسبیدیم، اگر در سیاست های داخلی ما یعنی یک نوع انحصارگری دینی وجود نداشت، بخشی از تلاش های روشنفکران ما به نقد غرب میپرداخت. اما فضای حیاتی رو این استبداد به اصطلاح انحصارگرایانه به اصطلاح سرکوب کرد، و لذا شایگانی که آسیا در برابر غرب مینوشت زیر آسمان کبود رو مینویسه. سیاست بیش از اندازه گستاخه، و تا زمانی که سیاست حد و حدود خودش رو نفهمه، جامعه ما جهال بیش از اهل فرهنگ و اهل تفکر سخن میگن. شما نگاه کنید در جامعه‌ای که رئیس فرهنگستان علومش کتابش رو وزارت ارشادش جلو نمیگیره، یه بچه 23 ساله که در واقع کتاب رئیس فرهنگستان علوم رو که از معدود فلاسفه قرن حاضر در فرهنگ میگیره، در این کشور دیگه فرهنگ معلومه که در واقع خیلی جدیت نداره. بله دوستان نگاه کنید، اونا اینجوری صحبت میکنن، اون ما تو خارج نشستیم شرق القمر کردیم، پاسپورتی رو که 10 سال تمام جهان دارن با کامپیوتر و چیپ استفاده میکنن. خب معلومه که بعد از 41 سال هم اینجوری میشه. جنبشامون روز شنبه همه بیان بیرون. آقا روز شنبه مردم سر کارن، خودتون میگین مردم گرسنه هستن، باید 10 جا کار کنن تا امورشون بگذره، بعدم بیان بیرون برای چی؟ بیان بیرون شمایی رو که نمیشناسن انتخاب کنن. شما قرار انتخابات بذاری؟ خب روزی که انتخاب گذاشتی میان. بیان بیرون چی کار کنن؟ کجا برن؟ این آقای چمنارا نوشته بود که شازده اگر بیاد انحراف بده و کمپوزیسیون رو منحرف کنه از این که قانون. گفتم آقا مگه شازده قدرتی داره؟ مگه کمپوزیسیون قدرتی داره؟ شما نشستی دلت خوش این حرفا چیه؟ بعد نوشته برای من شازده محوریت دارد. من حالا محور شازده رو نشون میدم که اگه بتونم پیداش کنم، فکر کنم این آقای ارجمندی برای من فرستاد. خدایا ما چی کار کنیم از دست این اعصاب و فلان و اینها. مردی که تو خونش نشسته با زن و بچه هاش داره بازی میکنه، یه عده آدم بدبخت و خوشخیال فکر میکنن این پخیه و میتونه براشون غلطی به انجام بده، یا شاید هم غلط میتونه انجام بده، درست نمیتونه انجام بده. نگاه کنید بذارید ببینم همین ویدیو. خب هیچ اشکال نداره، الان زمانه ویدیو هست، هر کسی هر جا میره یه ویدیوی میگه، ولی ما از آقای شازده میگه ما زیاران چشم یاری داشتیم یا از شما بیشتر انتظار داشتیم. یه دفعه میبینیم ویدیویی که توی دیسکو داره لنگ و لغت میندازه، رقص شطوری، اونم با آهنگ سرود ای ایران، اوکی؟ اونو میبینیم، عکسشو تو کازینو میبینیم، بعد میبینیم با این و اون جدا خواهد که هیچی بگو اونایی که تجزیه طلبن این ور اونور، ولی از همش مهمتر حالا اینو ببینیم، شازده محوریت داره. ببخشید من اینو میگم چون آقای چمنارا مخصوصا این کلمه رو استفاده کرده، هم شما تو فیلم ها دیدید، هم احیانا سری زدین به اینجایی که استریپتیز میکنن این زنا و دخترایی که اونجا هستن، یه میله یه محوری اونجا نصب شده، اینا بهش آویزون میشن. بالاخره شازده ما بعد از 41 سال یک شغل پیدا کرده که خانمش اینو به عنوان محور استفاده کنه. این شما و این هم این خانم رضا پهلوی سیم چی اسمش
یاسیه فکر کنم، من فکر کنم تو گریجویشن ایشون هم عکس گرفتم تو فارغ التحصیل شدنش. نگاه کنید این خانم که سینه‌اش سرطان میگیره میاد به مردم صحبت میکنه فلان، میگه شازده داره لنگاش رو زده بالا و آمادگی جسمانی رو به رخ جنتی و ولایی میکشه. اینو نگاه کن بفرما. صدا هم یا ما نداریم یا اون نداره، اونم شازده است با پیژامه و تیشرت توی خونه، خانم سرش گذاشت زمین، کنشون رو مرحمت فرمودن گذاشتن هوا و حالا میخوان شم بشن، میخوان شم بشن. آقا رضا هم به عنوان محور هی دستاشو میگیره، این بدبخت ارزه نداره پای خانمه رو بگیره که این نیفته، سه بار میاد بالا این همت نمیکنه پای خانمش رو بگیره. آقای چمنارا محور شما اینه، صدا نداره اینجا، حالا من نمیدونم چه غلطی هم کرده، تازه حالا این بخواد چیزی بگه چی میگه. حالا شما همین فیلم رو مثلا ببین، اون لس آنجلسیا نشون میدن و چی میگن. چند روز پیش یه باکسی من دارم، این مال ایرانیان آی پی تی وی، اگه کسی حامد رو میشناسه بهش بگه من چند بار تماس گرفتم و همیشه تلفنش مشغول بوده، یا فروشش زیاده یا مشکلاتش زیاده، مردم بهش زنگ میزنن. در هر صورت این آقای حامد ایرانیان آی پی تی وی ما یه باکسی رو چند سال پیشم تو تلویزیون تبلیغ کردیم و اینها، و نه استفاده نمی کردم تا اینکه همین باز ویروس کرونا گفتیم خب حالا این باکس اینجاست بیاریم و زدیم، و وقتی زدیم شروع کردیم نگاه کردن کانال یک، این کانال یک و دو، و دیدم آقای رضا زرابی هم این مدت رفته بود با شور و هیجان کانال یک رو تبلیغ میکرد که اونجا برنامه داره، بعد نمیدونم چه مشکلی پیدا کردن با شهرام و همایون جدا شدن کانال دو رو زدن. این روزا که شما با فیس تایم بار بشین توی کافه این آقای سبا این کارو میکنه، بذار اسمشو کانال 4 شبکه 3 من و شما، من و تو، هر چی که دلت میخواد. فرخ یک کامپیوتر درست حسابی نداشته بود، به من میگه میخوام برنامه بذارم، گفتم آقا اینجوری که برنامه، گفت به جای میگم من و تو میگم من و شما. گفتم اون مردم که مشکل من و تو ندارن یا مشکل من و شما ندارن. آقای بهار میگفت که کاشانیا اینقدر ترسوان و از ترسشون احترام میذارن به تفنگ میگن شما فنگ. رفتیم کانال یک، این دوست عزیزمون خانم رکسانا گنجی، ایشون با من خیلی دوسته، خیلی منو دوست داره، به غیر از اون کیه دختر ویگن دوست داره گلو منو به جبه، من نمیدونم اینا همشون چیچه هند جگرخوره، این خانم هم خیلی تو همون اندازه با من دوسته. و اومده بود داشت صحبت میکرد، حالا چون کرونا هم هست و اینا، ایشون از خونه یا آقای آرش جوونی هم بیچاره از اینایی که احتمالاً از ایران اومدن و تا یه مدت کار میکنن تا زمانی که پولشون رو بخورن بعد دارن یه جای دیگه، داشت کمکش میکرد اینا. بعد این خانم میگه که دوستان کمک کنی ببین اینجور با چقدر زحمت میکشی، با چه مشکلاتی میان سر کار، یکی نیست بهش میگه خانم چه مشکلاتی، رفتی پول ادارت رو گرفتی یا پول بیکاری رو گرفتی، حالا نشستی تو خونه، از تو خونه داری دوربینه نمیدونم پنجزاری پنج دلاری هرچی داری استفاده میکنی، چه مشکلاتی و شما چی کار کردی؟ همین خانم رکسانا گنجی که حالا برای فارسی ها مینسته رخسان گنجی، سالها پیش تو ایران که شلوغ شده بود میگو که ما تعداد زیادی از این دوربینا خریدیم فرستادیم ایران، از این دوربینا که مردم فیلم میگیرن برای ما میفرستن. گفتم احمق، حالا هر کی تو خیابون فیلم میگیره آخوندم میگیرنش، میگن تو با این رکسانای خرگنجی هستی و چی کار کردین به کجا رسیدین. بماند صحبت از دوربین شد، برگردیم به فیلم گاندو. در فیلم گاندو این محمد آقای اسمش هم فکر کنم رهبان باشه، خیلی با شور و هیجان، خب این کارگر این هنرمند این هنرپیشه تئاتر، هنرپیشه‌های تئاتر نقشاشون رو خیلی بازی میکنه، بهتر بازی میکنه چه تو سینما چه توی سریال و اینها، و این بازی میکرد و فلان اینها. اونجایی که رفتن حالا مایکل هاشمیان یا آقای جیسون رضاییان و به اصطلاح
شنود کنن و زیر نظر بذارن یا به قول خودشون سوارش بشن، یه آپارتمانی اون اونجا رفته اجاره کرده، این مشکی هم سیگاری اصلا نه پرده زده نه پرده استفاده میکنه فلان، اینا رفتن روبروش طبقه فلانی رو گرفتن و اونجا اومدن. اولی که میاد میگه اه چی کار کنیم، این آپارتمان پرده نداره. خواه بر پرده بگی، وزارت اطلاعات به شما پول نمیده چهار تا پرده بزنی. هشت نفر راه میفتن با موتورسیکلت با ماشین فلان، برید ببینید این فیلم ها رو. آقا این آقا داره میره مهمونی، شما قراره اونجا همه رو دستگیر کنی، این داره میره مهمونی شما انقدر دنبالش میفتید، اینم شما رو میذاره سر کار، نمیره میاد اونجا با این مکافاه، بعدم الو الو از سالگاه فلان به فلان یه پرنده بفرستید. پرنده چیه؟ هلیکوپتر بفرستید آقای فلانی سوار شده. بعد دو نفر آوردن، نمیدونم بنده خدا بندر عباسی ان بوشهری ان، بیا شما اینجا کار کن فلان، یک عروسک هم گذاشتن تو گالسکه، بیا اینجا دوربین هم گذاشتن. آقا محمد جان، آقای نمیدونم چی وحید رهبان، اینو ببینی شما دوستان، این دوربینه، باورتون میشه؟ این دوربین چه فرقی میکنه این دوربینه با این دوربینی که همتون دارین؟ اندازش همینه دیگه، تازه این رو یکم هم بزرگتره، از این کوچیکتر هم دارین. اوکی؟ ببخشید اونایی که 40-50 سالشون میشه، همونایی وقتی که میرن نمیدونم کولونوسکوپی، همون چیزی که میکنن فلانجاتون، چیه؟ یه دوربین سر یه کیبله. خب مرد حسابی، این دوربین رو اینجوری با یه چسب بچسبون اینجوری کنار پنجره، خودت هم برو بشین اونجا، این سیمش میاد میره تو کامپیوتر استفاده کن. حالا شما نمیدونی، من اصلا اگر بچرخونم این دور تا دورش چراغ روشن میشه، نمیدونم دارم یو اسمی اینجا که نشونتون بدم. اینا رو به مردم نشون بدید، نه اینکه پاسپورت شما توش چیپ هست. بعد بزرگترین نصیحتم اینه که جایی نرین با پاسپورتتون. من الان دارم سوراخ دعای یو اس بی رو پیدا میکنم دوست، دیدین؟ بفهم که اینو تا میزنی این میخونتش، نمیدونم میبینید شما، نگاه کنید حالا چراغش نورش اونجا، میبینید یعنی این همه چراغ، میبینید اگه بذارم هر جایی شما میتونید نگاه کنید و تماشا کنید و الی آخر. حالا ببینیم برنامه من نزن خراب کنه. بعد میگه که اون آقای مایکل هاشمیان یا همین جیسون رضای من، جیسون رضایان تو برنامه واشنگتن دیدم با خانمش بود و اینها، که این مردم ماجرای عجیبی داره، چون همه ما فکر میکردیم که چون این انگلیسی میدونه فارسی میدونه این شغل رو بهش دادن. آقا فارسی بلد نبوده، این 500 روزی که تو ایران بوده و تو زندان بوده فارسیش خیلی بهتر شده. تازه برید مصاحبهشو ببینید، توی به عبارت دیگر وقتی مصاحبه میکنه اونجا میگه من فارسی نمیتونم حرف بزنم، انگلیسی صحبت میکنم. یعنی اصلا همه چیزا از نظم و ترتیب و قانونش رفته بیرون. میگه آقا شما توی خونه لنگتون رو هوا کنید عیبی داره؟ نه عزیز من عیبی نداره، ولی فیلم بگیرم این ور و ور نشون بدم. این یه صحبتی سالها پیش ما رفتیم یه جلسه پابلیک بود و میخواستیم فیلم برداری کنیم، طرف گفت آقا همه جا که نمیشه فیلم برداری کنن، اگه نمیدونم اینجوری باشه خب پس تو توالت و تو اتاق خواب همه دوربین بذارن. گفتیم احمق، اونجا پابلیک نیست، اونجا خصوصیه، ضمن این که الان هست. شما از کجا میدونید که تو سنگ توالتتون دوربین نیست؟ واقعا میگم، از کجا میدونید الان که همتون از این آفتابهای بیده خریدین، میزنی فشار میزنه اینجوریش میکنی کجش میکنی، جلو و بشور عقب و بشور شوت کن تو سوراخ، از کجا میدونید که یه چیزی هم تو این نیست دوربین داشته باشه؟ بعد این کجا و آن کجا، خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ آقا رهبر سلطنت طلبا خانمش لنگیشو میکنه هوا، و اینا روزی که خانمش آمد راجع به سرطان و اینها گفت، من خیلی هم تشکر کردم، گفتم این خیلی خوبه که خانمهای دیگه هم این کارو بکنن، مشکلاتشون رو اینجوری بگن، باز به دیگران بگن که یه نفر دیگه زودتر بره آزمایش سینه کنه و اینها. و من میدونم این آقای مانی خورسندی اون طبع طنازش، بعضی وقتا این چیزها رو که مینویسه بعضی وقتا میخواد به ما رو به اصطلاح بخندونه، ولی
ببینید همه ذوق شما و داداشتون رو ندارن، همه متوجه نمیشن. اینی که بعضیا به شما فحش فضیحت میکنن، مثل اون دفعه یه چیزی نوشته بودید بعد گفتی آقا من دارم شوخی میکنم، طنز میگم. تا اینجا که من خبر دارم رضا پهلوی در ایران از همه مدعیان اپوزیسیون محبوب تر است. وایس آقای خرسندی، شما با چند تا ایرانی در تماس؟ همشون به احتمال زیاد دوستان شما هستن، خانواده شما هستن. آیا شما خانواده زاغنشینی بودی؟ آیا حلبی آباد زندگی میکردی؟ یا یک خانواده مرفه یا نسبتاً مرفه؟ اشکال ما همینه. بارها گفتم سالها پیش این آقای بهکام آذرمنش نمیدونم چی یه برنامه گذاشته بود، این شاگرد داداش من بوده تو رشته الکترونیک و اینها، بعد یه خانمی بهش زنگ زد گفت که آقای بهکام من از ایران برگشتم و 99.9% طرفدار رضا پهلوی هم. گوش کنید آقا، من هی گفتم هیچی نگم شروع کرد گفت دخترای ایرانی همشون جنده هستن، کنار خیابون تنفروشی میکنن، پسرا همه معتادن و پسرا حتی تنفروشی میکنن. دیگه من نتونستم، زنگ زدم گفتم بهکام جان سلام، سربی هستم، چقدر من خوشحالم این برنامه شما رو شنیدم و چقدر خوشحالتر که این خانم میره ایران و میاد بعد برای من و شما گزارشی به این دقیقی میگه. آقا تو ایران اون موقع 60 میلیون جمعیت بود، سالها پیش بود. شما که لیسانس الکترونیک داری 60 میلیون رو ضرب به در 99.9% کن آقا، ولش کن 60 میلیون رو ضرب 90% کن، 6 تا 54 تا میشه 54 میلیون. اگه 54 میلیون با تخفیفایی که من دادم طرفدار رضا پهلوی هستن، آیا اونی که کنار خیابون وای میسته اونم طرفدار رضا پهلویه؟ اون معتادم طرفدار رضا پهلویه؟ اونی که میاد اینو سوار میکنه بهش پول میده سوارش میشه طرفدار رضا پهلویه؟ اونی که دوا میفروشه طرفدار رضا پهلویه؟ از همه اینها گذشته خانم نادان بهکام احمد، اگر 54 میلیون در ایران طرفدار این عزگلن، چرا بهش نمیگین پشو برو ایران؟ آقا اینجوری نیست. اینجا شما صحبت میکنی مردم اینجوری میگن، به خود منم میگن آقا حالا تو همه این آشغالا اقلن این خب دیگه بالاخره بچه شاهه. آقا بچه چه شاهیه؟ اتفاقا امروز با آقای لادن من میخوام این صحبت رو داشته باشم، چون ایشون یه مقاله‌ای فرستاده بود، یه فیلم ویدیو کوتاهی که روی مردم تیوی هم هست، برید نگاه کنید روی فیسبوک، که شاه از پدرش درس نگرفت. بعد ایشون یا دوستانی که در اندیشکده هستن استدلال میکنن که بابا این رضا قلدر بوده، نمیدونم تو اون قرن 20 اینجوری بوده و نمیدونم فلان و اینها، ولی شاه رفته سوئیس. آقا این سوئیس بچه کوچولویی بوده 3-4 سال رفته اونجا، هم با یه مشت پیرمرد ایرانی فرستادنش این درس املا بهش بده، این درس خط بده، این درس سیاست، و این بچه شاگرد خوبی نبوده، همچین که فهمید زیر شکمش یه چوبیه رفت سراغ پرستار اون مدرسه و دردسر درست کرد. بچه ها رو دعوا می کرد چون یکم عقده‌ای بود، اونا بهش گفتن ایران کجاست، اینم یکمی قوی بود به نسبت اونها، ایرانی هر جا بره قوی تر از دیگرانه چون عصبانی تره، دعوا می کرد چیزی یاد نگرفته این آقا. شما فکر میکنید این رفته تو سوئد زندگی کرده، رفته توی مدرسه شبانه روزی مثل این میمونه که منی که 22 ماه تو آلمان بودم، تو خانواده خودم بودم، بیرونم که میمدم با دوستان بودم، حالا بگم که آقا من آلمان زندگی کردم، من از فرهنگ آلمان خبر دارم، از خوراکای آلمان خبر دارم. آقا برو یه خونه ایرانی بعدش بپرس چند سال آلمانی، میگه 30 سال، بگو رفتی شنیتزل بخوری، میگه شنیتزل چیه؟ هم خود منم درست نمیتونم تلفظش کنم، نه آقا ولی چلو کبابی اینجا هست، تازه خودم بهترین چلو کباب براتون میسازم. آقا ما این برنامه آقای جواد جوادی رو نگاه کردیم و برای خودمون دردسر درست کردیم، چقدر قشنگ توضیح میده و اینها، خلاصه چلو کباب درست کردیم. حالا میگن تو خوب چلو کباب درست میکنی، هر یک شنبه چلو کباب درست کنی، اینم از این ماجرا. خب ببینیم که چه خبره.
اگه جمهوری اسلامی اجازه بده انتخابات بشه، این را میشود ثابت کرد. آقا شما واقعا رسیدی به اون مقامی که از کرامات شیخ مانی این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. عزیز من، خب شما که یعنی شما امیدواری جمهوری اسلامی بیاد انتخابات بذاره، بگه که خب دوستان منو میخوای انتخاب کنین، سربی رو میخواین، مانی رو میخواین، اونو میخواین، اونو میخواین، یا شاه رو میخواین، یا مریم قجر رو میخواین؟ آخه این چه حرفیه که میزنی آقای خرسندی؟ یه روز کاکو جون بیا یه سادی با هم گپ بزنیم، این چیه؟ خب آقای فرهاد زمانی هم میگه فراخان بند فراخان بده رضا پهلوی 20 نفرم نمیام، 1000 بار امتحان کردن. خب این آقا تو ایرانه. آقای زمانی هم یک کمی با آقای خرسندی صحبت کن. آقای خرسندی میگه بدبختی ما سوال نشینا اینه که اینقدر مشغول حرف مفت زدن با هم هستیم، نمیتونیم و نمیشنویم یکی توی آب داره آی آدم ها رو صدا میکنه. نه ببین آقا، کلیشه‌ای با من صحبت نکن. این کلیشه‌ایه که من تا شما رو گیر انداختم ازت پرسیدم شما با چند نفر در تماسی، اینا کیا هستن؟ شما حالا میگی ما نمیخوام اون کسی را که غرق میشود برویم نجات بدهیم. اوکی آقا، شما تا فردا صبح شعار بده، منم گوش میدم. من میگم این نیست. هر حکومتی در دنیا بیاد رفراندوم بذاره، میدونه که اولین کاری که مردم میکنن ناراضی ها میرن میگن تو رو نمیخوایم. آقا همین کانادای گل شما، این آقای ترمادو دوست ما، این اگر رفراندوم بذاره چقدر مخالف داره؟ خب نمیذارن. میگه آقا یه بار انتخابات میشه، بیا شانس رو اونجا امتحان کن. این آقای شالاتان چرا الان به ترس افتاده که انتخابات آمریکا با نامه انجام نشه؟ برای که میدونه اونی که نشسته تو خونه به دلیل اینکه وقت نداره، ماشین نداره، حوصله نداره، نمیره رای بده، اگر پاکت بیاد در خونه پاکت ها رو پر میکنه میذاره تو صندوق رای میده. و اینا میترسن از اون وقتی که مردم رای بدن. آقا از کجا معلوم که اگر داداش شما یا خود شما هم اسمتون توی اون چیز باشه، بلد میگن چی میگن، توی اون تیکت انتخابات باشه، مردم به اصغر آقا هادی خرسندی رای ندن؟ پس این میشه این که اگه عمه من مرد بود بهش میگفتم عمو. خب آقا نبود، عمه ما زن بود، عمه هم مرد رفت نیست، خدا بیامرزه، نه عمه داری نه عمو. آخه این چه حرفی شما میزنی؟ آقای سلیمانی رسید به داد من. الان آیا آمریکا رفراندوم میگذاره که مردم این حکومت را میخوان؟ چون الان مقبولیت کنگره 15%. آی ملت، آمریکایی که 240 سال پیش انقلاب کرد، خودش رو از یوغ انگلستان نجات داد، اولا تا پیروز شدن یاران واشنگتن بهش گفتن خب ما به شما میگیم کینگ واشنگتن، گفت احمقا من این همه زحمت کشیدم که از شر کینگ راحت بشیم، شما میخوای منو بکنی شاه؟ گفت من نمیشم، شد رئیس جمهور. این مملکت جوون الان رسیده به جایی که کنگرش 15% مقبولیت داره و مورد قبول مردمه و رئیس جمهور 37%. حالا شما یه آماری بذار، اپوزیسیون ما هنوز نتونسته یه وبسایت ساده یه جایی درست کنه که بریم آقا شما بگی من اینو میخوام، اون بگه اونو میخوام، اون بگه صحبت کنه. هر کی میاد با تقلب یه شبه 250 هزار نفر آزادی یواشکی، منم میخوام تو سرت بزنم یواشکی. خب راه انداختید، به کجا رسید؟ میخوام خامنه ای رو ببرم دادگاه لاهه. یکی به این پوفیوز احمق نگفت دادگاه لاهه که جنگ دعوای شخصی نیست که شما ببری اونو ببری. حالا آقای چمن آرام میاد می‌نویسه که ما این پول‌های آخونده رو پس می‌گیریم. گفتم آقا اصلا جای نگرانی نیست، همون جوری که پول از آخونده، از شاه و فامیلش و اونایی که دزدی کردن و بردن گرفتیم، بدون استثناء از اینا هم می‌گیریم. ما مردم غیوری هستیم. این حرفا چیه؟ مزخرفات چیه؟ ما اینجا نشستیم میگیم فلانی محبوب ترینه. چرا؟ چون با دوستمون که زنگ زدیم
طرف گفته آقا حالا اونم اگه بیاد اون دیگه حالا پول داره دیگه پیرم هست اون بهتر از اونای دیگه است. ولی تو خیابون با مردم که نرفتیم صحبت کنیم، اونم مردمی که تو داریم میبینیم تو کانال چارش خود آخونده اینا رو میاره که فوشش بدن، میگه شما تو وزارت ارشاد یه مشت احمقی رو بردید گذاشتید. دیدید اون فیلمو آقای مانی خورسندی عزیز؟ برو نگاش کن، هم توی صفحه چمنارا آقای سهراب چمناراست، هم تو صفحه من گذاشتم. گفت به شوخی خنده و شادی و تفریح نفهمیدیم کی صبح شد، 47 دقیقه از برنامه گذشت و من نفهمیدم کجا به کجا. ماجرای 1,000,000 گل سرخ در کرمان و بردسیر و اینها. من از این کرمان با وجودی که زیاد میرفتم میمدم دو تا خاطره بد دارم. یکی خسته بودم، خب جایی هم که نداره که، دیدیم در یه مسجد باز رفتیم، تو مسجد دراز کشیدیم، وقتی بلند شدیم دیدیم یه لنگه کفشمونو بردن. یعنی چی؟ یعنی من دوز نیستم ولی میخوام به تو بگم که مسجد جای خواب نیست. احمقن دیگه آقا، مسجد بز مردمی که میخوان خواب احتیاج دارن بخوابن، اونی که میخواد دستشویی بره بره دستشویی، جنگ زده بیچاره اش استفاده کنه. من اگر نخوابم برم رانندگی کنم، 4 نفر تو ماشین خودم، 4 نفر توی ماشین دیگه بزنم بکشم، این مسجد خوب بوده؟ یا اون مسجدی که بذاره من یه چرت بزنم شاد و رفرش جدید برم تو خیابون؟ لنگ کم شما رو دوزیدن. یه بار دیگه ما گفتیم داریم میریم زاهدان و کرمان و بم و بندرعباس و اینها. به ما گفتن آقا بم خرماهای خیلی خوبی داره، برای ما خرما بیار. گفتیم باش، فقط از کرمان و بم بدی نمیگم، سراغ شمالیان میرم. خلاصه ما از اونجا خرما خریدیم، خرما گذاشته بود انقدر شاداب شدوب که نگو و نپرس، از این رتبایی هست که آخ آخ دهنم آب افتاد. خلاصه گفتیم آقا از این میخوان، گفت اینها این قطعی ها از این. دوتا قطعی گرفتیم، انقدر اومدیم شیراز، وقتی بازش میکنیم خرمایی که سالها مونده یه چیزای سفید مثلا مثل که جونور توش بود، ریختیم دور. یه بار داشتیم میرفتیم شمال، یه دوستمون گفت آقا میری شمال مربای شقاقل نمیدونم چی بخواه، گفت شقاقل چیه؟ که آقا یه چیزیه اینجوری شکلی سفیده توی مربا تو شیشه کنار خیابون اصلا گذاشتن تو جاده. اونم همینجور رفتیم گفتیم، گفت آقا این، وقتی آوردیم طرف گفت آقا این اصلا خراب شده بوده. گفت خب کرمانی ها خیلی ضد کرمانی، خیلی ضد غیر کرمانی هستن. ما سرباز بودیم هر روز ازشون فوش میخوردیم. مردم اکثریت در آمریکا به ترامپ رأی ندادن. ترامپ رئیس جمهور مردم نیست، رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور منتخب سیستم الکترال هست. این سیستم الکترال هر کدومشون هم میان میگن ما اینو عوض میکنیم، ولی پدرسوخته ها تا میان، چه اوباما باشه، چه کلینتون باشه، چه بوش باشه، چه ترامپ احمق و شالاتان باشه، وقتی میان دیگه دنبال اون نمیرن. بله ترامپ 3,000,000 رای کمتر از کلینتون آورد، ولی چون این مملکت سیستمش، برید بفهمید بخونید ببینید این سیستم انتخابات چرا روز سه شنبه است، دو شنبه نیست، یه شنبه نیست، شنبه نیست، جمعه نیست، سه شنبه است. برید بخونید. اینا هنوز تو خر و قاطر و گالسکه گیر کردن. برای که کشاورزه نمیتونسته بیاد، باید یه شنبه و یه شنبه و اینا کار میکرده، اینا هم تعطیل بودن، دو شنبه را بیفته، سه شنبه برسه شهر رای بده، گذاشتن سه شنبه. ایران آخونده با همه خریتش انتخابات میذاره روز جمعه، هر کسی نیم ساعت میره رای میده میاد. اوکی؟ اون وقت سیستم الکترال مال کی بوده؟ مال موقعی بوده که دسترسی به اینترنت و اینها نبوده، به روزنامه نبوده، مردم بی سواد بودن، می اومدن می گفتن آقای خان برای ما رأی بده، نظر بده، کت خدا، اینا کت خدای اونا هستن. این میاد اون وقت چه کار میکنن؟ یه چیزی هست بهش میگن جری ماندرینگ، میان خط مرزها رو عوض میکنن. بعد مثلا توی کالیفرنیا 40,000,000، حالا اگه دروغ نگم 30,000,000 جمعیت، دو تا نماینده تو مجلس سنا داره، این ساوت داکوتا، نورت داکوتا که 4 تا گاو هم توش نیست، 4 تا نماینده مجلس داره، نماینده سنا داره، با
باورتون میشه کالیفرنیا دو تا، داکوتا چهار تا. خراب آقا سیستم. در صورت دوستان ممنونم، تغییر دادن مقام مفاد قانون اساسی نیاز به تصویب دو سوم از 50 ایالت و دو سوم هم دو کنگره و سنا امضای رئیس جمهور لازم است، ولی باید یکی پا پیش بذاره، نمیذارن همین. آقای یوسفی میگه که به رضا شاه میفرستن، به نوه رضا شاه چه ربطی داره؟ آهان، اونی که میگه آقا این برای شعار، تازه میگفتن اون شعار روحت شاد رضا شاه را هم خود سپاه پاسداران گفته بوده، مردمی هم که تو خیابونن، این ما بودیم دیگه تو ایران. بنده 5 سال بعد از انقلاب بودن، از انقلابم یعنی سربازیم تو انقلاب بود و مأمور حکومت نظامی تو شهر خودم بودم. خیلی بدبختی. اصلا برید بزنید طرف تظاهرات را پیمایی، اونی که بالا بود میگفت که گشاد گشاد را نروید، اونا میگفتن گشاد گشاد را نروید، میگفت اینی که میگم شعار نیست، اونا میگفتن اینی که میگم شعار نیست. آقا شما اگه بری بگی لعنت به خودم، اونا میگن لعنت به خودم. ولی گفتن اینو چیز کردن که هم منحرف بشه هم افرادو بشناسن، با ویدیو هم ضبط میگیرن. آقای خرسندی شما گفتی روحت شاه رضا شاه. اتفاقا چند روز پیش این آقا سعید یه ویدیوی گذاشته بود، یه خانمی گفت من الان از زندان دارم باهاتون صحبت میکنم، که بعد گفتم این خانم از زندان این ویدیو رو درست کرده. سعید گفت من نمیدونم از زندان هست یا نه، نشون میده بی توجه هستی. اگه توجه کنیم این خانم میگه از زندانه، بعد نهاد مردمی کی؟ آقای فروتن رقاص، تا موقعی که جوان بود و مو داشت رفت رقاصی و دیسکو و اینها، همچین که موهاش ریخ رفت یک کلاگیس خرید اومد تو تلویزیون‌های ایرانی، ایمان فروتن. نهاد مردمی فردا سعید عزیز همین عکس نوشته شما رو میگیرن با این ویدیو، این خانم رو تو دادگاه به پدر و مادرش میگن نگاه کن این با اینا در تماس بوده، همون جوری که تا حالا چند نفر اعدام کردن. این مرده که شارمهره، شارمهره کیه؟ معتاد وافوری، مال جنبش پادشاهی نمیدونم فولادوند. این چند نفر رو این بر اونور خواستن اعدام کنن، از توی تلفناشون و از توی اینترنتاشون آوردن که آقا تو با این تماس گرفتی، اینم گفته برید آتیش بزنید، برید بشکنید، شما هم زدی شکندی بفهم. این بود که من اون روز برای شما نوشتم، بعدم برش داشتم. چرا برش داشتم؟ الان شدم مثل اکبری، میگم آقا ولم کن، من میام مینویسم، اون احمقی که نمیدونه وای میسه فوش میده. و اگر واقعا شماها فکر میکنید با شعر کردن تو برای من میذاری، من برای دیگران میذارم، آخر عصر برمیگرده برای خودت، این دختره از زندان آزاد میشه، من ندیدم همچین کیسی. یه کیس شما بگید، بگید خانم ایکس، آقای ایگرگ، ما این کارو کردیم از زندان آزاد شد. ولی دیدم کسایی رو که من و شما این کارو کردیم، اگه قرار بود بهش بدن 10 سال زندان، اعدامش کردن. هست اینایی که شدن. بله، محبوب تر از چرا یک بار حداقل از آسمان ایران پرواز نکرده؟ آقا طرف گفت شما نقشه ایران بذاری جلوی رضا پهلوی نمیتونه حتی شهرها رو بگه. حالا چه بهر برسی که شما برو ولش کن مثلا بازار، بگو آقا حالا بیا شمرون، بیا برو کاخ نیاوران. اینم از این ماجرا. ولی چه باید کرد؟ ما همین هستیم که هستیم دیگه، بیشتر از اینم نمیتونیم از همدیگه انتظار داشته باشیم. من مسلما خیلی اشکال دارم، دوستان خیلی اشکال دارن، ولی اگر یه نفر یه اشکال کوچولویی رو بهمون گوش زد کنه از همدیگه عصبانی میشیم. تا کی برسه؟ کجا برسیم که اگر آقا من اشکال یه نفر گفتم از من تشکر کنه؟ شما هفته پیش برنامه رو نگاه کن، خانمه نوشته من جو خریدم از فروشگاه ایرانی تو خارج که برم سوپ جو درست کنم، رفتم خونه دیدم این حیوان چیز زده، جو خراب شده، برگردوندم، طرف گفته من که توش نیستم که. خب ببین این ذات ماست، این فرهنگ ماست. و اما ماجرای 1 میلیون گل سرخ یادم نرفته دیگه، حالا نوشتم با اینا میرم. یک خانمی مهریهشو گفته من 1 میلیون گل سرخ میخوام، عزیزم من عاشقتم، تام عاشق منی، 1 میلیون گل سرخ قرارداد فلان. 2 روز بعد، 10 روز بعد، 1 سال بعد دعواشون شده، میخوان جدا بشن.
خانمه میگه که آقا اون روزی که ما گفتیم گل 1000 تومن بوده، الان 4000 تومنه، شما 1,400,000 تومن به من بده که میشه 4 میلیارد. من اصلا بلد نیستم به عددهای ایرانی که میرسه. آقای گفته not too fast، خیلی تون نرو، شما گفتی 1,000,000 گل سرخ، منم 1,000,000 گل سرخ بهت میدم. میره 7 کامیون گل سرخ میخره، به خانمه میگه گلا داره میاد. ای این خانمه میزنه تو سرش، ای چی کار کنم با این گلا؟ آها، روغن ریخته نظر امامزاده. من اینها رو به مرقد شهید نمیدونم چی چی قاسم سلیمانی و دیگر شهدا تقدیم میکنم. گویا اونجا هم براش اشکال درست کردن، گفتن آها خانم تو که نمیتونی این گلا رو میاری اینجا، فردا میشه آشغال و فلان اینا، بالاخره این ور بزن اون ور بزن. یه زرنگی از اینایی که عصاره گل میگیرن عطر درست میکنن، گفته حالا شما دیگه خیلی اصرار میکنی، ما مجانی اینا رو قبول میکنیم، عصاره گل. به امید روزی که خانم ها همین جوری که میگن ما میخوایم مساوی باشیم در بازار کار، در رأی دادن، در کار خونه، در نمیدونم فلان مساوی بشن، این مهریه چیه؟ همون جوری که دیگه میگن ما نمیدونم آیه التحت و تلتحت و چی میگن دوتا خر لنگ و فلان اینا نخونید، این یعنی شما خودتونو میفروشین، خودشونو نفروشن، قیمت و بها برای خودشون تعیین نکنن. آقا خانم عاشقت ازدواج کنید و پدر و مادرام اینا رو جا بدن تو خونه هاشون، بیان زندگی کنن، جوونن، پول پسنداز کنن، برن وقتی پسنداز کردن با اون پسنداز خونه برای خودشون بخرن. از اول جوانیشون نگی برو حالا خونه اگه داشتی بیا خواستگاری. و ببینید یه فیلم دیگه دیدم، ماهی ها عاشق میشن، من فکر کنم اونم خیلی جالبه. طرف حالا نمیخوام من فیلم ها رو خراب نمیکنم براتون معمولا، بله، میگه همه ایالت 2 سناتور بیشتر ندارن، 50 ایالت 100 سناتور کلن و مجالس نمانده 430 میلیون با سرشماری تعداد برای ایالت تعیین میشه. الان هر نماینده مجلس نمایندگان آمریکا برای حدود 800,000 نفر هست، اینو میدونم، ولی مشکله که شما 2 نفر تو سنا داشته باشی از کالیفرنیا. اینجوری میشه که الان ایالتایی که گاوا توش تعدادشون بیشتر از آدما هست، یه مشت احمق ردنه که کابوی رو فرستادن، اینه که تو سنا اکثریت رو میارن. و صحبت از اینا، باورتون میشه توی مجلس و سنای آمریکا اینا کرونا میگیرن به همدیگه نمیگن که بیاد اونجا اونای دیگه هم مریض بشن، یا بیاد اونجا روزی که میخوان رأی بدن یه وقت نکنه حزبش کم رأی بیاره. برید ببینید پنسیلوانیا چه خبره. از اون بدتر دوباره این جاها که باز شد تعداد چیزا رفت بالا. بله بیا آقای مانی میگه همین که به رضا پهلوی بند کردیم معلوم میشه که مورد توجه آقا رجوی هم ما بهش بند میکنیم، اونم مورد توجه. این چه منطقیه؟ امروز شما از دنده بی منطقی بلند شدی، یا ما هم گفتن رو دنده چپ بلند شد. آقا این چه حرفی؟ ما یه روزم به مانی گیر میدیم، یه روزم به اکبری گیر میدیم، یه روزم به سلیمانی گیر میدیم. حالا اینا اصلا اسمشون تو ایران شناخته شده ممکنه نباشه، نکن آقا این کارو نکن. بله خب دکوتای شمالی جنوبی هر کدام فقط یک نمایندن، چون جمعیت حدود 600,000. نه شما چیز نکن عزیز من، قاطی نکن، من دارم راجع به سنا صحبت میکنم، شما من که میدونی آدم خیلی ساده ای هستم، بگی 2 تا میشه 4 تا، بعد 2 4 تا میشه 8 تا، بعد برگردی بگی حالا 2 تا میشه چند تا، میگم 8. گیجم نکن کاکو، سر به سرم نذار. من دارم میگم سیاست انتخابات آمریکا سیاست غلطیه. اولا با زمان پیشرفت نکرده، به تعداد رأی به اصطلاح اکثریت نیست، به تعداد اینه که به من میگن تو شعور نداری، مندلی خان برات رأی میده. الکترال یعنی چی؟ شما رأی که نمیدی به کسی، شما وقتی مینویسی تو اون منطقه به خاطر همینه که بعد تا شب اون موقع با همدیگه صحبت میکنن، زد و بند میکنن که آقا ما 4 تا به این رأی بدیم که اینجوری بشه. خب این که میشه همون که شاه میگفت برو به فلانی بگو، هویدا میرفت اونو میذاشت، الان آخونده همین میکنه. ببین چه مسخره ای، چه خوش زمان مسخره ای. الان تو ایران همین انتخابات چی اومده بالا؟ آقای قالیباف، قالیبافی که افتخارش اینه که دانشجوها رو میزنیم میکشیم، آقا راجع به کشتن شد. این مردکه شالاتان سیاه‌پوسته رو اینجا 8 دقیقه طرف زانوشو گذاشته رو گردنش، خفش کرده مرده. حالا مردم اومدن بله کار غلطی میکنن، به جایی که بیان آروم
تظاهرات کنن میزنن میشکنن، حتی یه چیزایی رو میدوزن میبرن، اداره پلیس هم آتیش زدن، کار بدی. ولی آقا سعید جان شما که عکس میندازی که این عکس مال زمان مارتین لوتر کینگ، اون موقع اینجوری تظاهرات میکردن و حالا اینجوری این کار غیر قانونیه. آقا اون موقع برو ببین رئیس جمهور کی بوده، جامعه آمریکایی چی بوده، الان چیه؟ این مردکی که اومده میگه من میخوام آمریکا رو دوباره گریت کنم، ازش میپرسیم مثل کی، چه سالی؟ دوستان طرفدار ترامپ، شما که رفتی 40 دلار دادی کلا خریدی، که نشون دادی که خری، که اینو خریدی 40 دلار، اینی که چینا درست کرده 1 دلار، شما make America great like when. اما طرف میگه یاد اون وقتا بخیر، میگیم کی؟ میگیم اون وقتا که کوچه ها خاکی بود. بهش میگیم حالا حاضری کوچه ها خاکی باشه؟ میگه نه. پس یاد به خیر نداره. آقا یاد اون وقتا به خیر، این خورشی که میخوردین چه بوی دودی میداد، الان اگه یه روز بوی دود بده بازن طلاق میگیرین. چی داری میگی؟ چرا مزخرف میگی؟ Make America Great Again، حالا اومده عوضش کرده، میگه Keep America Great، یعنی Great شد. بله Great شد. برید ببینید الان تو مینیاپولیس چه خبره. مینیاپولیس، این برد بدبخت از یه شهر دیگه اومده اونجا بره کار کنه، یه دوست دختری هم داره 47-8 سالش هم هست، با پلیس چه ماجرایی شده مهم نیست، مهم اینه که حتی قبلا اگه زده توف انداخته عصبانی شده دوا کشیده بوده ناراحت بوده، تو پلیسی، تو وسیله داری، تو نمیدونم یه چیزی ساختن اینجوری شلیک میکنی تور میندازه، یه چیزی ساختن اینجوری شلیک میکنی طرف رو برق میگیره، شاک برقی بهش میده، تو اسلحه داری، باتون برقی داری، دستبند داری، اینو میخوابونی کنار. بعد طرف اومده بهش میگه آقا این فیلم گرفتن، این فیلم ها واقعا دمشون گرم، اگه اینا نبود که شبان روز مردم بیگناه کشته میشدن. آمریکا برگشته به 150 سال پیش، نه 50 سال پیش، 150 سال پیش. در نتیجه سعید گرامی، مردم تظاهرات مثل 150 سال پیش میکنن، جنگ شمال و جنوب، برید هر جای اینجا ویرجینیا و پنسیلوانیا شما میری، این بدلگراند چیز هست، این چیزای جبهه و جنگ، همش صحبت از این میکنه که اون ساوت میگو اینا کارگرن، ما مایت نگهشون داریم، نورت که همون آبراهام لینکن و یه مقداری با سوادتر بودن، گفتن نه آقا دیگه گذشته، این انسان، منم انسانم و ببین به کجا رسیده. بله ترامپ به وظیفه خودش عمل کرد، 40 دلاری که شما دادی کلا واقعا کار کرد، داره میره به طرف دروازه های تمدن. این جوک خورسندی، تمدن بزرگ. بله هم گفته و بله Make America Great گفته ریگانه، شما درست میگید، این اول آمد و گفت و بعد فهمیدن که ریگان این کار کرده. حالا ریگان کی بود؟ ریگان یه هنرپیشه بود، با صد رحمت به اون، ما اونایی رو که اون موقع میگفتیم بده، درست این زمان شاه و این آخوندها، که الان آخوندها که اومدن با این کسافتکارهایی که میکنن میگیم صد رحمت به شاه، ولی معنیش این نیست که شاه خوب بوده. اینو ما نمیتونیم تو کله پوک شاه اللهیا بکنیم. آقا شاه شما کفندوز بوده، کفندوزی بده. حالا چه؟ بله الان ما دیگه آقای بوش هم میس میکنیم، دخترش دوبا میاد تو تلویزیون، دو تو دختر خوب داره، اینا خیلی چیز نداشتن به اصطلاح موقعی که اینجا بودن، یه بار مس کرده بودن گرفته بودن شون. مادرشون اهل کتاب و اینا، برنامه تلویزیونی داره، آدم اینو که میبینه مقایسه میکنه با دختر این شارلاتان، میگه این کجا و آن کجا. ممنون و متشکرم. ماجرای 1,000,000 گل روز، اگه کسی ویدیویی ازش داره روی فیسبوک لینکشو بذاره. و اما شیطان و زنجیرهای مختلف، اینا رو آقای شاهین فاتحی می‌نویسه، قشنگم می‌نویسه، میگه ضرب المثلی داریم یا داستان کوتاهی داریم که شیطان داشته یه جایی میرفته و یه نفر میبینه که این شیطان یه سری زنجیرهایی رو رو الاغش بار زده، طلا و زنجیر آهنی و زنجیر حتی تناب و اینها، اون اولی طلا بوده، طلا نقره فلان، بعضی هم تناب. شیطان همینجوری میگه من برم این شیطانو، آدمه میگه برم این شیطانو پیدا کردم ببینم کجا میره، دنبالش راه میفته، میبینه شیطان مثلا آقای مانی خورسندی رو چون خیلی میفهمه با طلا تطمیع میکنه تا بتونه گولش بزنه.
حالا یقم میگیره میگه چرا گفتی من پولکیم؟ اکبری رو میگیم، مانی رو ولش کن. خب سم رو میبینه آدم ساده یه برای فرهنگ کار میکنه، میگه آقا اینو با زنجیر آهنی هم ما میتونیم گولش بزنیم اسیرش کنیم. این مرده میبینه به یه کسی هم تناب میگه اصلا این ارزش نداره، این صوربی اصلا ارزش نداره، با یه تناب گولش میزنی. این مرده میره جلو میگه آقا این چیه ماجرا؟ میگه من هر کسی رو بستگی به اون چیزی که ازش میشناسم با انواع مختلف گیر میندازم. میگه خب حالا من رو چی؟ گفت آقا من میرم دنبال اونها، اونها رو گیر میندازم، تو لازم نیست گیرت بندازم، تو خودت دنبال منی. همین مثل شما میبینی دو بعد از ظهر که میشه مثل کفتر میان اینجا، یادم میاد بچه که بودیم میرفتیم سیگار میکشیدیم این گنجشکای بیچاره رو معتاد میکردیم. آقا قبل از این که ما برسیم مدرسه اینا میمادن، اون برسیم خونه میمادن اون بالا جیک جیک میکردن دنبال سیگار بودن. اینم از این ماجرا، شیطان و زنجیرهای مختلف، طلا، آهن و تناب. و اما ماجرای ترامپ و توییتر. تا چند مدت پیش توییتر 60 میلیون فالوور داشت، مثل ما هست 12 نفر داریم، 12,000 60 میلیون، الان شده 80 میلیون. و این میاد هی مزخرف می‌نویسه. من همیشه از خودم سوال می‌کردم چرا این توییتر، فیسبوک، اینها که من اگه یه عکسی می‌ذارم، آقا یه عکسی گلشیفته فرعانی چند سال پیش توی مجله فرانسوی اگه اشتباه نکنم عکس لختی گرفته بود که خودم هم گفتیم نباید این کار میکنم، مردم گفتن نه آقا این عکس هنریه، این نمیدونم حرف سیاسی میزنه، ما هم گذاشتیم تو فیسبوک، فیسبوک نامه نوش آقای سوربی خجالت بکش، این عکس با شونات اسلامی جور در نمیاد، آقای مایک زاکربرگ ناراحت شده، گفتیم اوکی گور پدر تو اون ورش داد. ولی چجوری این مردک به همه توهین میکنه، به همه فوش میده، هیچ اتفاقی نمیفته، تا اینکه اتفاق افتاد. هفته پیش این شارلاتان یه چیزی نوشت و توی این دیگه دروغ خیلی بزرگی بوده، توییتر یقشو گرفته، توییتر گفته این فکت چک یعنی حقیقت یابی. مثلا سوربی امروز میگه که آقا در زمان شاه یکی نوشته بود شاه 3 میلیارد دلار پول داد تا ماهواره بیاد و مردم رو با دکتر ماهواره‌ای دوا کنه. طرف نوشته بود آقا زمان شاه بودجه نمیدونم چند سال مملکت 2 میلیارد بوده، این شاه 3 میلیارد، اگه همچین کاری هم کرده باشه باز از خریتش نشون میده و نکنید این کارا رو. مثل اون صحبتی بود که آقای لادن کرد، گفت طرفداران رضا شاه نوشتن به یه دیکتاتور احتیاج داریم، که مثل گفتم نگاه کن خودشون نامه می‌نویسن مدرک میدن دست این اون که رضا شاه دیکتاتور بوده، بی سواد بوده، این بوده اون بوده بمانه. میگه شیطان بودن بهتر از خره دجال شدن است، مثل خمینی. من یکی از افتخارام اینه که اولا زمان خمینی و انقلاب و اینها چون اصلا نمیفهمیدم، واقعا من از سیاست چیز نمیفهمیدم، بعدم مأمور حکومت نظامی بودم، من حتی به داداشم که کوچکتر از من بود میگفتم نرو با دوستات بیرون، برای چی میریم بیرون؟ و یک ساعتم نرفتم جایی برای چیز. بعد از انقلابم اتفاقا دیگه حالا خدمتم تموم شد و میرفتیم میگفتیم بزنین اینا چی میگن. وقتی رفتم به پسرمون گفتم اصلا من اینا رو نمیتونم تحمل کنم. از جمله یک شمی فامیلمون آقای آیت الله دستقید بود، خیلی خوشبیان پیرمردی بود، میشنست حرف میزد، شما جوک و طنزش گوش میدادی، ولی وقتی اون مزخرفات رو میگفت که نمیدونم زنا 70 مترن، هر لنگشون هم 70 متر فلان، میگفتم همین جان پشو بره. خب بمانه. پس حالا این خر دجال هم هنوز نیومده، شاید اگه یه وقت نوبتش بشه هممون خوشمون میاد که خر دجال بشیم. ماجرای ترامپ و توییتر هم اینه. حالا آقای ترامپ از این قدرت بی حد و حصری که بهش دادن که ما فکر نمیکردیم اصلا همچین قدرتی رئیس جمهور آمریکا داشته باشه، با این چیزای اگزیکیتیو اوردر یا به اصطلاح دستورهای اختصاصی یا نمیدونم با فارسی چی میگیم، میخواد حالا بیاد به جنگ، نه که اون وقت حالا کم جنگیده با میدیا با رسانه، حالا میخواد بیاد با جنگ، به جنگ توییتر، ببینیم این به کجا میرسه. و اما استعفای آقای خامنه ای یادتونه آقای چمنارا با آب و تاب تعریف میکرد که 14 نفر بدبخت آقای دکتر ملکی، فکر کنم زن دخترش هم زن این دیوونه نوریزاده، یه مشتی پیرپاتا، یه مشتی آدم بیکار، یه مشتی آدمی که اگر اینا هم بهشون فرصت داده بودن تو باشه آقا شهردار مردش، تو باشه نمیدونم
علی آباد فلان بیسار اینا، اونا هم صداشون در نیامد، رفتن 14 نفر نامه نوشتن که آقای خامنه‌ای بیا و استعفا بده. آقای چمنارا امروز خوندم که به 7 نفرشون گویا 70 و چند سال زندان دادن. حالا شمایی که ادعا میکنید خیلی از جوانای ایرانی طرفدار شما و ویدیوهای هفتگی هستن، به این جوانا بگو بیان تو خیابون و خامنه ای استعفاش پیش کشد، این 70 و چند سال زندان رو این 14 نفر نرن. عکس هم دارم بهتون نشون میدم، این دیگه نوشتم اکثرم اسمشو گذاشتم 70 و بله اینه. ببینید نمیدونم نوشته اینجوری select area، ببینم اینجوری پیدا میشه، شما میتونید بخونید یا چیزی نیست. قبول کنید که ما دروغ نمیگیم. دادگاه انقلاب مشهد 8 تن، من گفتم 7 تا، یکیشون کم شد، اینقدر پیرن ممکنه هر لحظه یکی بمیره، 8 تن از کنشگران مدنی که تابستان امسال با نوشتن نامه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای شده بودند را مجموعاً به 72 سال حبس تعزیری، 6 سال ممنوعیت خروج از کشور و 6 سال تبعید محکوم کرد. جزئیات بیشتر را در این لینک بخوانید. دوستان گوش کنید، نمیگه تبعید به آلمان، نمیگه تبعید به کانادا، نمیگه تبعید به واشنگتن، میگه 6 سال ممنوعیت خروج. یعنی بدترین زجر نزدیک به زندان همینه که به شما بگن از ایران نمیتونی جدا بشی بیای بیرون. حالا طرف اومده اینجا میگه من از روزی که تبعید دوم رو شروع کردم، میگم تبعید اول چی بوده، تبعید دوم چیه، منظورتون همینه که اومدید اینجا پناهنده شدی یه 2 سال خوردی و خوابیدی مفت و مجانی، به این میگین تبعید؟ آقا اگه این تبعیده، این 80 میلیون ایرانی باور کن بسیجی ها هم میخوان بیان اینجا. نگید، کلمات رو درست استفاده کنید. این مهاجرت، مهاجرت هم در تاریخ چیز خوبیه، چیز مثبتیه، جوامع رو پیش میبره. خب ببینیم چی نوشته این دوستمون. بله بیارم اینجا. ما که هرچی می نویسیم لطفا شیر کنید با دیگران، شما گوش شنوا ندارید اب نداره، ما حرف خودمون رو میزنیم. خب استعفای خامنه ای بفرما آقای چمنارا، امروز بیشتر داریم رو بحثای شما دور میزنیم. حالا برو شما ببینم با آقای دکتر ملکی چه کمک میتونی بکنی، با اون آقای چیه، با اینم همه من مصاحبه کردم، من با نوریزاد و نوریزاد که دنبال این بود که چیاش آزاد بشه، بعد میدادمش میگفتن آقا تام برو برو ببینی. اونایی که رفتن خارج بهتون گفتم با این آقای کی بود عجب یادم میره، امینی بودم چی بود، مصاحبه کردم گفت آقا من میخوام برم. خیلی ممنون آقای سلیمانی، از شما تشکر کردم، مرسی که شیر کردید. مصاحبه کردم باهاش که آقا من 1000 تا بشقاب در روز باید بشورم با این سن و سال تا بتونم زندگیمو بگذرونم و قرصای قلبمم نمیتونم. گفت والا تو زندان ایران قرصای قلبمو اونا به من میدادن. که البته یه بیننده‌ای داشتیم از آلمان تماس گرفت و بهش داد. ویدیو در صفحه چمنارا اینو نشون دادم بهتون که اونها در ایران چه جوری دارن صحبت میکنن. واقعا یه مصاحبه هست آقای سعید شاسمندی و یه آقای دیگه به نام معینی، نه مدنی، اینا زندانیای سیاسی دوره شاه و دوره خمینی بودن، مجاهد هم یکیشون بوده، اون یکی نمیدونه فدایی فلان، با این فراستی نامرد مال ساواک که واقعا اگه ما ایرانیا آدم بودیم اینا رو باید میزدیم داغون میکردیم. حالا دستمون به جایی نمیرسه، ولی اینا رو باید واقعا میزدن. اگه دولتی هم نیست و جرمی هم نیست و نمیتونن بگیرن، آقا باید میزدن تک تک اینا رو. چه میدونم، حالا میاد با افتخار میشینه میگه که ما اگه شکنجه نمیکردیم اینجوری میشد اونجوری میشد و فلان اینها. این صحبت میکنن توی به اصطلاح برنامه بی بی سی بود، برید ببینید چه خبر بوده، برید ببینید چی میگن. و آقای سعید شاسمندی که تو فیلمی هم که هفته پیش نشون دادیم رد خون بود، ایشون اولا میگه ما مسئول مخابرات بودیم. این بنده خدا یه بیسیم کهنه گیرشون میومد، اینو گوش میدادن، اینجا هم هستن ردنکا یه بیسیم برمیدارن گوش میدن رو سی بی و مال پلیس و اینا، اینا فکر میکنن دنیا رو گرفتن.
بعد این آقای شاسمندی فکر میکرده که حالا خیلی شق القمر کرده و چیز میگه، ما به اصطلاح شنود میکردیم ساواک رو، شنود میکردیم شهربانی رو، همین فراستی نامرد بهش میگه آقا شما پلیسایی که تو خیابون میرفتن شنود میکردید، ولی شما از اون حد بالاتر نیامده بودید. بعد این شاسوندی میگه ببین اگه همین صحبتی که من و تو نشستیم اینجا آقای کریمی مثل آدم چقدر مجری خوبیه نشسته و من و تو صحبت میکنیم، اگه این صحبتها رو تو زمان شاه گذاشته بودید، بعد میگه شما فرصت نمیدادید، هر روز یه جایی رو منفجر میکردید. میگه خب اگه ما هر روز یه جایی رو منفجر میکردیم، با این ساواک و فلان قوی که شما داشتید شما کارآمد نداشتید. میدونید که یه جایی میگن 5 میلیون ساواک مأمور داشته، اینا گفتن نه آقا ما 4500 نفر داشتیم ولی مأمور مفت مجانی زیاد داشتیم. اتفاقا تو فیلم گاندو این خانومه رو میگیرن، میگن شما اینجا چه خبره، این خارجی ها میان و اینا، بعد میگه که خبری نیست. میگن ببین اگه میخوایی نگیریمت شما باید بشی مأمور ما، برید ببینید این مأمور مجانیه چجوری بهتر از مأمورهای دیگه کار میکنه. و FBI اینجا IRS ببخشید، IRS گفته بود که سعید شاسوندی را خوب میشناسن، خیلی خالی میبنده، بهش بگو اگه میخواد بیاد یه صحبتی بکنه با ما. چند سال پیش بود من فکر کنم براش نوشتم، جواب نداد. اینا میدونی اول میخوان برن ببینن تو وقتی که دعوتشون میکنی فقط میکروفون میذاری یا میری توالت میذاری اینا صحبت کنن یا گیرشون میندازی. اگه گیرشون میندازی نمیان معمولا، ولی اگر الان آدم چیزیه، ولی من نگاه کردم دیدم اینا بدبختا تو جوانیشون چیز شدن، فریز شدن، زوب نشدن، فریز شدن، همونجا موندن. یه چیزایی رو کلیشه‌ای همینجوری میگن. همون آقای مدنی هم که چیز بله دولت شاه اینجوری بود، حکومت شاه، ولی اگه میشناسیش و در تماس هستی تو آلمان زندگی میکنه، بهش بگو که من مایلم باشه مصاحبه داشته باشم. خب کجا بودین؟ چرا میپری وسط ماجرا؟ بعد گویا نیویورک تایم اون موقع ها نوشته بوده که ساواک 5 میلیون داره اعضا و اینها، اینا میگن نه ما 4000 تا 4500 تا. اولا این فراستی فکر میکنه کیه این بعد یه مامور آشغالی بوده که به بالای مامور بالا قربان میگفته این ور اون ور میزنه، ولی یه حرفای قشنگی تو این مصاحبه میزنه. مثلا تو این مصاحبه میگه آقا شکنجه های رژیم شاه و رژیم خمینی مثل همه، ولی شلاق رژیم خمینی بیشتر درد آوره. خیلی باید فکر کنی تا بفهمی چرا. برای که اینی که به شما شلاق میزنه این عقیدتیه، این فکر میکنه شلاقی که به شما میزنه میره بهش بیشتر میزنه، ولی اونی که به شما شلاق میزنه میدونسته برای حقوقه و حالا هم قراره بره فلان مغازه عرق مجانی بخوره با لوبیا گرم. هوشنگ یسمه سر هوشنگ عرق نداشت، خسرو عرق داشت سر دم سینما سعدی، اون عقیدتی نمیزد، پس شلاقش دردناکتر از این نمیتونست باشه چون باورمند نبود. ولی این میگه میره دست نماز میگیره، میخواد بره نماز بخونه، میاد منو میزنه، به منم فحش میده، میگه نمازم قضا داره میشه. اینا رو برید نگاه کنید این برون. و بعد این مردک رضا پهلوی باید بیاد بگه بابا این بابای من بود اشتباه کرد، ولی نمیگه. چرا؟ چون پولا رو گرفته بدهکاریارم نداده، چیکار میکنه؟ الان خانمش کونش میکنه، اوا اینم پاهاش میگیره، شب و روز اشتباه گرفت. خب سوربی در مورد عکس مقایسه راهپیمایی و جنایت بود و توجه به اینکه غارت فروشگاه ها و آتش زدن مغازه های مردم تظاهرات نیست، جنایت است، کاملا متوجه هستم. ببین اون تظاهراتم شما اگه نگاه کنی یه چیز ترتیب داده شده منظمی بود از طرف سازمان ها، از طرف کلیسا ها، بعد مأمور داشتن روی دستاشون بازوبند زده بودن، مأمور انتظامات بودن. اینا یه سری چیزای خودجوشه که خودجوش معمولا کنترلش از دست در میره. اونی که بیکاره الان اینجاست میاد، اون برای منطق و برای آزادی اینا نیومده، اون اومده که یخچالی کش بره، اون اومده که DVD کش بره. من کاملا میفهمم و شما درست میگی این غیر قانونیه و اون تظاهرات قانونی، ولی شما به من بگو همون تظاهرات قانونی برو فیلماشو ببین که چگونه به خاک و خون کشیدن، چگونه با ماشین آتش‌نشانی به آب بستن، چگونه با سگای
به اصطلاح پلیس زخمیشون کردن. چگونه؟ تا چند مدت پیش همین علای چیز بود، آقای اینجا نماینده مجلس بود، مال بالتیمور، بوکسور هم بود، خیلی هم آدم چیزی بود، بره بود عکس جوانیشو ببین چجوری زدنش. همین یه آقای هست اینجا، اسمال هم یادم میره، اسمش باکاریه، و دیروز آمده بود گریه میکرد. این نماینده مجلس مال نورد کرنالی را بود، گریه میکرد، میگم با 50 سال پیش بابام تیر خورد، ولی فکر میکردم یه امیدیه، من الان امیدوارم بچه‌ام بره رئیس جمهور بشه، بره نمیدونم نماینده مجلس بشه. تازه ما هنوز اندر خم این کوچه هستیم. اینه اون همون که با نظم و ترتیب بود، همینایی که قانون مندن از من و شما پول میگیرن که وایستن مواظبت کنن از اونها، برو ببین چی کار کردن. حالا از بیقانونه و بیسواده شما چه انتظاری داری؟ خیلی ممنون. خب خانم زیبا کجا بودی؟ ما راجع به شما هم صحبت کردیم، شما بودی که جوت جو خودت نه جو آش جو ببخشید، اینایی بودن شب مست میگردن آواز میخوندن تو خیابونا، طرف بیدار میشد میگه این چرا عرعر میکنه، میگه کایونجش دیر شده. حالا من به این بنده خدا میگم جو، داشتیم راجع به جوی که شما خریده بودید و داخلش خراب بوده و بردی تو اینها، هامبورگ زندگی میکنه. هامبورگ هم شهر زیبایی، اصلا شهرهای آلمان رو من دوست دارم و خیلی قشنگه. بله میگه هستن که از آب گلالود ماهی میگه سعید سعیدی تو هامبورگ زندگی میکنه. درود 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 سرود. خیلی ممنون، متشکرم دوستان. ساعت 3:23 است، 7 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای امیر حسین لادن و مقاله‌ای که امروز در گویا چاپ شده، ولی من از دیروز میدونستم این نوشته رو. کرونا و تماشای تلویزیون، شما هم از موقع کرونا تلویزیون تماشا کردنتون ساعت بیشتری شده، من هیچوقت یادم نمیره زنگ میزنه یه نفر میگه آقای سربی این فلانی هستا آقا 24 ساعت داره به تلویزیون ها زنگ میزنه. من میخندیدم میگفتم من میتونم از شما سوال کنم شما چگونه متوجه شدید که اون 24 ساعت به تلویزیون ها زنگ میزنه؟ خب شما 24 ساعت داری نگاه میکنی که میبینی اون 24 ساعت زنگ میزنه، و الا شما سازمانی که نداری که نشسته باشی ببینی اکبری بیکاره، پول دولت آلمان داره میگیره، 24 ساعت به تلویزیون زنگ میزنه، شما هم نشستی داری نگاه میکنی اون زنگ میزنه، و شما چون دو تاتون دارین یه کانال نگاه میکنی، یه عقیده دارین یا مخالف هم هستین، تو منتظری که اتفاقا اون زنگ بزنه و بگید که مثلا این فلان فلان شده دوباره زنگ زد. زمان تماشای ویدیو برنامه و اینها زیادتر شده یا کمتر؟ من خودم شخصا زیادتر شده، ولی من کتابای گویا رو خیلی گوش میدم که بتونم به کارام برسم. معمولا هم با تلفن گوش میدم یا با یوتیوب نه، میرم روی اون کتابای گویای اینترنت که بیشترش هم روی یوتیوب هم هست، بعد میذارمش روی این، فقط گوش میدم. اینجا ماجرای گوشی و گوش دادن و اینها هم اتفاقا بعضی وقتا برای که سر صدای بیرونم نیاد اینجوری اینو هر وقت میذارم یادم میفته به رادیو. در رادیو همیشه باید شما گوشی داشته باشید تا صدا انعکاس پیدا نکنه. خداییش من با وجودی که رشتم برق بود و دو سه بارم راجع به این خوندم متوجه نشدم. آقای مانی خورسندی نوشته یک کلیپ فرستادم پخش کن شاد میشوند همه. اگه برای همه است همینجا بذارید، اگه برای من فرستادی که من نگاه کنم ببینم با استفاده از اون کلیپ توی برنامه هام به اصطلاح میتونم یک کسی رو قانع کنم یه دلار به هم حمایت کنه، بعدا نگاه میکنم بعدا چیز میکنم. من اینجا اگه بشینم و هر کسی تماشا میکنه، بعض وقتا خوشحالم که این 20,000 تایی که ما این برون برداریم همش رو نمیاد تماشا کنه، چون میدونیم مثلا آقای فلانی افتخار میکنه آقا ما الان 230 نفر بیننده داریم، آقا ما 2 نفر اینجا داریم 3 نفر اونجا داریم، از پس همینا بر نمیاد، یا باشون دعوامون میشه یا دوستیمون به هم میخوره، ولی یه قوانینی داره. شما چیزی که برای من خصوصی میفرستین، همین تو قسمت قبلی برنامه گفتم که خوبه که بنویسید که من این فیلم رو دیدم سوربی، به نظر من این فیلم خیلی گزاف گفته، خیلی اجحاف کرده، خیلی اغراق کرده، یا سوربی من این فیلم رو دیدم خیلی عالی بود. فیلم عالی میخوان نگاه کنید، برید فیلم مینای شهر خاموش رو ببینید، ماجرای زلزله کرمان و بم، ماجرای یه نفر که از آلمان میره ایران، تعریف نمی کنم که چه اتفاقی افتاده، اون فیلم رو ببینید.
بعد از اینکه اون فیلم رو دیدم، من همینجوری تو اینا بودم، یه فیلم دیگه دیدم به نام جعفرخان از فرنگ برگشته. جالبه که هر دوی این فیلم عزت الله انتظامی بازی میکنه، خیلی هنرپیشه قوی هست، خوب بازی میکنه، اینم هنرپیشه تئاتر بوده. و برید ببینید، یکیش مال قبل از انقلاب جعفرخان از فرنگ برگشته و یکیش بعد از انقلاب، و هر دوی این داستان داستان ایرانیایی که میان خارج برمیگردن، مردم ایران، خانواده ایرانی با اینا چجوری برخورد دارن توضیح میده قشنگه. اگه دوست داشتید، آهان، من اینو برای پتیک فرستادم، پتیک گفت که من یه مبلغی میدم اینو 5 روز توی یه هفته پخش، ما هر کسی برای 5 روز پرداخت کنه ما برای یه هفته پخش میکنیم، سعی میکنیم که اینجا کم فروشی نکنیم، حتی زیادم بفروشیم. در هر صورت فیلم مینای شهر خاموش، یه کسی لینکشو بذاره اینجا، و فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته، و اینجا هم نوشتم نگاهی به گاندو. گاندو 30 قسمته، برید نگاه کنید. به نظر من مثل فیلم های سوپ اپرای اینجا هست، خیلی سعی میکنن شما رو بترسونن به عنوان یه ایرانی که بگن ما به همه جا نفوذ داریم، حتی از تو ایران میتونیم چراغ اتاق یا این اسموک دیتکتور اتاق آقای مایکل نمیدونم هاشمیان رو در ترکیه کنترل کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. بعد از اون ور میبینیم یه خرابکاری های میکنن که نگو و نپرس، و هر کسی با عقل گنجشکی من، فندقی من به قول معروف، میخنده میگه آقا خب این که داشت میرفت مهمونی، شما این همه ماشین و موتورسیکلت گذاشتین دنبالش که چی میرفت اونجا، همه رو میگرفتین. و باعث شد که در هر صورت فیلم، نمیدونم، بعضی وقتا فیلم ها رو نگاه میکنی، یه چیزایش رو دوست داری، یه چیزایش رو خوشت نمیاد، به همین خاطر باید بگی چه چیزایش خوب بود، چه چیزایش خوب نبود. فیلم برداری تو ایران، اینا شهر سینما و اینا به اون صورت ندارن، یکی ساختن برای همین فیلم های معمای شاه. معمای شاه رو نگاه کردم، چقدر دیگه این آخونده یه طرفه رفتن، واقعا حال آدم به هم میخوره. The Enigma of the Shah of Iran، اون معمای شاه حدود 90 قسمته، اون رو خواستید نگاه کنید. بعد اونو تو شهر سینما گویا دارن میرن فیلم برداری میکنن، یه جایی به نام میدون جاله، ماشین دور میزنه، اگر هر کی نگاه کنه میگه آقا این فولکس چند بار دور میزنه، این ماشین شاهین و آریا چند بار دور میزنه، ولی خب دیگه اونام امکاناتشون کمه، خیلی نباید انتظار داشته باشیم، چون اگه خیلی انتظار داشته باشی دیساپوینتد میشی، ناامید میشی، مثل شما که امروز روز جمعه آمدید، آقا بعد از یک هفته این سوربی حالا چه برنامه‌ای برای من میخواد اجرا کنه، منم 90 دقیقه براتون مزخرف گفتم. امیدوارم دیساپوینتد یا ناامید نشده باشید. برنامه من همین بود، در قسمت بعدی برنامه با آقای امیر حسین لادن هستیم، اجازه بدید که من زنگ بزنم به ایشون و با ایشون صحبتی داشته باشم. با میسم اندیشکده، برای من اندیشکده 14 روز قبل، هفته قبل ایشون نبودن، چون هفته قبل اینجا هم تعطیلی بود تو آمریکا و به اصطلاح بیننده ها مسافرت و این برنامه. خب بذارید ببینیم که به به، مثل همیشه ابرام و هنسام اینجا میگن دوستان، اینجا من اینو داشته باشم بیارم با آقای لادن گرامی، و اینجا هم تصویر کامرای 3 رو بدم بهشون. خب یک لحظه دیگه دوستان، خیلی پر حرفی کردم، باز زودتر یکی دو دقیقه ساکت می شدم، ولی مگه میشه؟ خب دوستان گرامی، اجازه بدید که آقای لادن سلام می کنم به شما و خوش آمد میگم، خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردید و با ما هستید. اگر لطف کنید یه مقداری درباره مقاله امروزتون صحبت کنید تا ما چند تا پرسش و سوالی که هست از شما بپرسیم. اگر دوستان هم در فیسبوک یا در یوتیوب بیننده این برنامه هستن یا در مردم تیوی دات کام
سوالی یا پرسشی یا نظری دارن میتونن مستقیما با خود شما تماس بگیرن یا در فیسبوک اینجا بنویسن، من میخونم. شما هم همیشه لطف داشتید و پاسخ دادید، از این بابت ممنونم. خیلی ممنونم که با ما هستید. بفرمایید و مثل همیشه گوش میدم و یاد میگیرم. بفرمایید. درود داشتم، درود به بیننده مردم و منظورم تلویزیون مردم و همیهنا. من یه اکو میشنوم توی صدا. بله منم اینجا دارم، اگه صدای گرچه اگه ببندید اون وقت ممکن صدای منو نشنوید. میخواین بذارید من قطع کنم؟ میخواین شما زنگ بزنید؟ حتما. اوکی اجازه بدید. خب پس لطف کنید شما به من تماس بگیرید. بله بعضی وقتا دوستان این اشکال پیش میاد که سکایپ پیچش صدا توش ایجاد میشه. به همین خاطر من به شما پیشنهاد میکنم اگر از دسکتاپ استفاده میکنید یا اگر از لپتاپ، از این بلنگوها یا اسپیکرهای قدیمی هست، بزرگ بودن، میچسبوندیم بغل کامپیوتر، اینها استفاده کنید. چون حسن اینا اینه که شما میتونید صدا رو کنترل کنید. ببینید به غیر از خاموش روشن صدا، ببینید صدا بالا پایین کم میشه و حتما دیدید من بعض وقتا میام اینجوری دارم صدا رو باهاش به اصطلاح کنترل میکنم و بازی میکنم. خب باز هم به شما خوش آمد میگیم، امیدوارم الان صدا خوب باشه. بفرمایید آقای لاله. سپاسگزارم. خوشحالم که در کنار شما هستم. در مورد مقاله‌ای که اشاره کردیم، آقای خامنه‌ای در جمع نمایندگان دانشجویان یه صحبت‌هایی کرده بود که یه مقداری خون منو به جوش آورد و فکر کردم نیاز هست که بعضی از نکات اون سخنان رو باز کنم و بهش پاسخ بدم و برای همینم است که عنوان مقاله رو گذاشتم آقای خامنه‌ای شرم کنید. اگر پرسشی هست که با کمال میل، اگر نمیتونم همینطوری یه صحبتهایی در موردش بکنم. بله من مقاله رو امروز صبح خوندم و اگه اجازه بدین از شما میپرسم که این آقای علی خامنه‌ای از کسانی که در اول اوائل انقلاب بر روی هممیهنان خود اسلحه کشیدند انتقاد کرد. من اول که خوندم فکر کردم این بسیجی ها و پاسدار ها و اینایی که سر خود را افتاده بودن منظورش اونها بوده، ولی بعد مقاله رو که ادامه دادم متوجه شدم که منظورش اوناییه که چرا بدون هیچ به اصطلاح سؤال و اشکال و ایرادی قبول نکردن هرچی اینا میگن و به مقاومت برخواستند، حالا چه با تظاهرات که فکر کنم اولینش خانم ها بودن، یا با حرکت‌های به اصطلاح مسلحانه که شروع شد گروه‌های مختلف و بیش از 1000 نفر همین آخونده و اینا کشته دادن که اون 72 نفر حزب جمهوری اسلامی هم جزو همین هست. و خیلی جالبه که این انتقاد میکنه و علت اون رو هم ضعف مبانی معرفتی عنوان کرده. شما تو مقاله به ایشون گفتید که شرم کنید و لطف کنید به ما بگید حالا منظور و هدفتون از این عنوان و اون به اصطلاح خطابی که به ایشون کردید چیه؟ حتما سپاسگزارم. ببینید اینی که بگیم خشونت مخالفت کنیم با خشونت و با کشتار، این یه منطق انسانی، ولی آیا چنگیز خان و استالین هم در رابطه با خشونت و کشتار از اعتباری برخورداره و میتونه ادعایی بکنه؟ آیا کسی مانند خامنه‌ای که دستاش تا آرنج به خون مردم بیگناه ایران آلوده و آغشته است و جوانان میهنمون رو سلاخی کرده حق سخن پراکنی در مورد اسلحه و خشونت داره؟ خامنه‌ای در کمال بیشرمی و پررویی کسانی رو که در مقابل رژیم فقاهتی ایستادن محکوم میکنه.
یعنی همونجوری شما اشاره کردی باید هر چی اینا بگن بعد اجرا کنن، که میگه که شما به روی هممیهنانتون، خب چه چطور شده یهویی شدین هممیهن؟ شما نه ایران رو قبول دارین نه ایرانی رو. پرسش اینجاست که دلیل این تلاش مذبوحانه برای انسان نمایی چیه؟ چرا خامنه ای جانماز را میکشه؟ آیا هدفش را گم کردنه؟ تمرکز رو از روی جنایاتش برداشتنه؟ یا توجیه جنایت و گناهشوییه؟ آقای خامنه ای 4 دهه با خشونت و بیعدالتی زور گفتید و سرکوب کردید، خجالت نمی کشید که به این آشکاری میخوایی اون چرا ته این 4 دهه کردی بر سر مردم بیچاره ایران آوردی ماسمالی کنی و مردم و معترضان رو هدف قرار بدی؟ تنها یه فقره از جنایات جنایاتتون کشدار معترضین آبان ماه، منظورم اعتراضات به افزایش بهای بنزینه. اگه اجازه بدین اینجا یه گزارشی از مال رویتر خیلی کوتاه برای بیننده ها بخونم. می نویسه خامنه ای مقامات امنیتی و دولتی را احضار کرد و دستور داد که برای توقف اعتراضات، اینجا زیرش خط کشیده، هر اقدامی لازم است انجام دهند. در این جلسه که شبانه در بیت رهبری انجام گرفت، خامنه ای با عصبانیت چگونگی برخورد با اعتراضات را مورد انتقاد قرار داد. به گفته منابعی که در این جلسه حضور داشتند، وی خشم خود را از پاره کردن تصویر خود و تخریب یک مجسمه خمینی پنهان نکرده است. این پایان اون گزارشه. یعنی شما نگاه کنید که اینا اگه خاطرتون باشه کلی پنهانکاری کردن، کلی انکار کردن، معترضین و جسداشون رو توی دریا و توی رودخونه ریختن، ولی پس از تمام این کلک ها آمار نشون میده که بیش از 1500 تن و اینا کشتن. این تنها یک واقعه از 63 واقعه طی این 40 ساله. یعنی با یه محاسبه سرانگشتی اینا 10,000 ایرانی بیگناه، پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و کارمند و کاسب و کشتن. شاید ایشون فراموش کرده اعدام های 67 که شخصا در این اعدام ها دست داشته. خجالت و شرم حیا سرشون نمیشه. دم از همونجوری شما گفتین مبانی معرفتی میزنه. واقعا که شاهکاره این مسئله. یعنی نمیدونم چی میگفتیم بودیم، رو که رو نیز سنگ پای قزوینه. ملت ایران جنایت ها و خیانت هاتونو نه فراموش میکنه و نه میبخشه. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. شما اشاره کردید که شخصا در کشتار، یعنی تاکید کردید روی شخصا در کشتار 67 دست داشته. اگه ممکنه یه مقدار این موضوع رو بیشتر باز کنید. حتما. دو بخشش کنم. نخست ببینیم که علی خامنه‌ای در مورد این اعدام ها خودش چی میگه. این میخوام این جمله رو برای بیننده ها بخونم. میگه الان من هم مطمئنم که امام با محاسبه درستی تدبیر کرده بود. یعنی وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در جنگ هستند که محاربند، فقط آدم هایی که الان شمشیر دستشان هست محارب نیستند، بلکه آن کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحلیل بدهد و بیاید، او هم جز همین هاست. آن کسی که دارد خدعی می کند، این هم جزء این هاست. سرباز ذخیره‌شان جزء این هاست. تفاوتی نمی کند. مسئله محاربه اشخاصی است که با آنها همکاری داشته باشند و متصل باشند. یک مسئله حل شده است تقریبا.
امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین از لحاظ فقهی، این خیلی مهم، این مسئله رو داره میگه، اسمش از لحاظ فقهی و همچنین از لحاظ تشخیص امام، عمل کرده امام، نظر امام، جای هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. این آخر گفته این آقا است درباره مسئله. خامنه‌ای واضح و آشکار داره میگه حتی اونایی که هوادارن، یعنی کاری نکردم، طرفدارم. یادتون باشه یه موقع مثلا تو خیابون اعلامیه یا روزنامه میفروختن، همه اینا گناهکارن، بعد کشته بود که اینا در زندان یه عده داشتن، دورشون تموم شده بود، یه ماه دو ماه یه هفته دیگه مرخص میشدن، همه رو دستور میدن اعدام. حالا چرا گفتم شخصا دست داشته و مسئول بوده؟ اگه خاطرتون باشه اعدام ها در حدود دو ماه آخر قبل از درگذشت خمینی، اون چند ماه آخر عمر خمینی تمام مسائل دست یک دونه کمیته، یک شورای سه نفره بود. اون سه نفر بود رفسنجانی، موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای. حالا اینا اگه خاطرتون باشه اون موقع رفسنجانی رئیس مجلس بود، موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه بود، علی خامنه‌ای رئیس جمهور. این سه نفر کمیته‌ای بودن که تمام تصمیمات رو می‌گرفتن، یعنی تردیدی وجود نداره که این سه تن در تصمیم گیری ها و بنابراین در اون قتل عام شرکت و سهم داشتن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. همون زمان میرحسین موسوی هم نخست وزیر بود. آقای لادن، یکی از دوستان به نام آقای مهدیار پایندان سوال میکنن. اولا یه سوالشون درباره برنامه آقای ارشاد، بله آقای ارشاد با ما خواهان بود، ولی از شما سوالی دارن در این مورد که گزارش یا سندی هست برای این موضوع به گفته یک شاهد در آن جلسه که نمیشه سند. سه تا از کسانی که در این بساط شرکت داشتن از وزارت کشور، هر سه گزارش دادن و اینا سه تا گزارش رو با هم تطبیق کردن و اون چیزهایی که همه با هم هماهنگی داشته اونو گذاشتن توی این گزارششون. حرف ایشون درسته که حرف یه نفر سند نیست کاملا، ولی رویترز هم یک سازمان قابل اعتمادیه و اینو دقیقا توی گزارشش نوشته که از سه تا از مقامات وزارت کشور اینها گزارش داشتن. بسیار ممنون. ضمناً خود ایشون تایید میکنه که این کار درستی بوده، یعنی همین الان هم باور داره و شما تو صحبتاتون گفتید خیلی از اونا دادگاه، حتی همین دادگاه انقلابی هم بهشون مدتی رو به عنوان به اصطلاح مجرم شناخته شده بودن، گفتون مثلا چند سال، سه سال، چهار سال اینا رو آوردن اعدام کردن که این دوستمون اگه بره خاطرات آقای منتظری رو بخونه و چرا منتظری اصلا به اصطلاح ولایت فقیه و نایب امام بودن رو ول کرد و محصورش کردن، اون جواب این دوستمون هست. در یک قسمت دیگه ای از نوشتتون شما به سخنان خامنه‌ای باز اشاره کردید که اینجور نوشته شده: چهار دهه کشتار و اعدام کافی نبوده، پس از چهار دهه چپاول و دزدی هنوز سیر نشده اید که حالا برای بقای حکومت منحوس و شومتان در تلاش هستید که جوانان و دانشجویان را به جان یکدیگر بیندازید. اگه لطف کنید پاسختون در این مورد با ما در میان بذارید. حتما. ببینید برداشت من، علت که در این مورد میخواستم به ایشون پاسخ بدم این بود که برداشتم اینه که داره دانشجویان رو گمراه میکنه، داره تفرقه میندازه. شما وقتی که به دانشجویان میگی که ببین این جمله شون، میگه که مرز
مرزبندی کنید، بدون مماشات رفتار کنید، هر نوع اندیشه، آزاد اندیشه و خردگرایی را وابسته میکنه به اپوزیسیون خارج از کشور، میگه اینا دشمن هستن. این هدف خامنه ای از این تفرقه اندازی و ایجاد شکاف بین جوانان دانشجویان چیه؟ چرا بذر بدبینی و سوء ظن و بی‌اعتمادی میکاره؟ آیا با ایجاد شک و شکاف و بدبینی مشغول دشمنسازیه؟ دنبال رواج برادرکشیه؟ در این وسط سخنانش هم مانند بقیه روزخونا میزنه به صحرای کربلا و دانشجویان دختر رو تهدید میکنه. در مورد حجاب اجباری هم میگه این حیای اسلامیه. یه چیزایشون گفته بود که نیاز به پاسخ داشت. این نکته دیگری هم که از دید من نمیشه ازش گذشت، همون اشاره‌ای که شما کردید، پیشرفت علمی. آخه من اینجا میخوام پاسخمو برای بیننده‌هاتون بخونم، خیلی هم کوتاه. اجازه بدین ببینیم این پیشرفت علمی علمای مذهبی و دستن در کاران رژیم فقاهتی چیست و کدام است. آیا این پیشرفت علمی در روشی است که علی خامنه‌ای برای مبارزه با ویروس کرونا به ملت ایران پیشنهاد کرد و گفت دعای صحیفه سجادیه که در مفاتیح است بخوانید؟ این پیشنهاد ایشونه برای مبارزه با کرونا. آیا میشه به چنین کسی که تا این درجه گرفتار توهم عوامل غیبیه اعتماد کرد؟ یا این پیشرفت علمی فتوای آیت الله سعیدی نماینده خامنه‌ای در استان قمه که اگه خاطرتون باشه این تو بیوم است، میگه ما این حرم را دارالشفا میدانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند، بنابراین اینجا باید باز باشد، باید مردم با قوت بیایند. خب اشاره کردیم به گزارش رویتر. اهمیت این گزارش در اینه که داره نورافکن میندازه روی اقرار خامنه‌ای. به نظر من این نورافکن برای اینه که اگه هر دلیلی اون پس پرده پنهون شده ما بتونیم ببینیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا و چه نیازی وجود داره که امروز پس از گذشت بیش از 32 سال از ماجرای قتل عام این سخنان باید گفته بشه و به نمایش گذاشته بشه. از دید من پاسخ زیاد پیچیده نیست. نوشته خامنه‌ای در مورد منطق خمینی در کشتار جمعی زیرکانه و هدفمنده. چنون چه به این آسمان ریسمان و این مغلطه کاری و فلسفه بافی نگاه کنیم، خامنه‌ای در این قتل عام همش به خاطر رسیدن به نتیجه است، فقهی بودن عملکرد خمینی. این درست همون نتیجه‌ای که خامنه‌ای برای توجیه دستور کشتار آبان خودش میخواد نیاز داره، یعنی داره با پشتیبانی از انتشار و برجسته کردن این موضوع خودشو تبرئه میکنه به امید فرار از عدالت. میگه عمل کردش وقتی بوده. این گفتار خامنه‌ای شبیه همون زرمون مثل یک زبان زد داریم میگیم که سلام گرگ بی طمع نیست، یعنی گرگ داره این کار زیرکانه انجام میده، هدفمند انجام میده. آقای خامنه‌ای شاید برای عده‌ای از طرفداران و همراهانتون، مزدوران رژیمتون، توجیهتون قابل اجرا باشه، شاید برای عده‌ای در متن مذهبی جامعه قابل پذیرش باشه، ولی نه ملت ایران کشتار 1500 انسان بیگناه تحت ستم معترض به گرانی و فقر و درماندگی رو قبول داره و عذر می‌نهه و نه در پیشگاه عدالت
راهی برای فرار خواهید داد. ملت ایران نه فراموش میکند و نه میبخشد. سپاس از شما بسیار ممنونم. دوستان در فیسبوک اگر مطلبی دارید میتونید بنویسید. در طی برنامه راه‌های تماس با اندیشکده آگاهی و شناخت و آقای امیر حسین لادن را هم نشون دادیم. حتی شماره تلفن هست برای واتساپ میتونید تماس بگیرید. و بازم از شما ممنونم. اجازه بدید آقای لادن، من از این کتابی که لطف کردید یه بار دیگه برای ما فرستادید ممنون باشم، تشکر کنم. کتاب خداسالاری و درماندگی، من بالاخره تمومش کردم. برای اونایی که مثل من ممکنه تنبل باشن بگم که کتابیه که خیلی آسون میشه بخونید و خیلی قابل فهم و راحت به اصطلاح درک میشه. من از شما ممنونم که وقت گذاشتید، هم به اصطلاح دانستهای خودتون رو به این وسیله منتقل کردید، هم در برنامه بودید تا باز بتونیم درباره چیزهایی که شما گفتید ما فکر کنیم. ما لازم هست که بیشتر فکر کنیم و ببینیم که اون چیزی رو که شما گفتید چجوری میتونیم توی مغزمون به اصطلاح تحلیل کنیم. و اگر با شما هم عقیده بودیم که خب فبه ها، اگر نبودیم میتونیم حتی با به اصطلاح نظرات خودمون بیایم بحث و گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنون. ممنونم از شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم. همینطور برای شما بینندگان و هممیهنانم. مرسی که با ما بودید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم از اندیشکده آگاهی و شناخت و راه‌های تماس با ایشون رو نوشتیم اینجا نشون دادیم. یه بار دیگه الان بهتون نشون میدم. اینا رو میتونید وقتی که ویدیو پخش میشه پاس کنید، نگه دارید، یادداشت کنید. تماس از ایران، شماره واتساپ 201-321-285 اگه اشتباه نکنم، بله 295، عذر بخوام 47-86، باید یکم برم شماره بله 295 تو صفحه کامپیوتر بهتر دیده میشه. 201-321-295-47-96. ممنونم از ایشون که با ما بود. و اما اون دوستمون که به نظر میرسه جز بینندگانی باشن که از طریق آقای ارشاد با ما آشنا شدن، ازشون تشکر میکنم. خوشحالم که بیننده برنامه هستن. و دوست عزیز، ببینید اینی که هر کسی میاد صحبت میکنه شما میگی مدرکت چیه، وقتی مدرکو میگه رویتر شما میگی خب باید نشون بدی. آقا بیا اینا، این مدرکی من. این مدرک ما چه فایده ای داره اینجوری؟ ببینید یه برنامه خوب، من بارها گفتم، شما میدونی چرا توی دبستان که هستی بهت میگن دانش آموز، وقتی میری تو دانشگاه بهت میگن دانشجو؟ دیگه کسی به شما حقنه نمی کنه. به شما یه موضوعی رو میگن، یه چراغی هم میدن دستت، میگن برو بگرد پیداش کن. امروز ایشون داره اینو میگه. یعنی شما شک داری که آقای خامنه ای که رئیس جمهور مملکت بوده سال 1367 از کشته شدن یک سری آدمی که اگر گناه هم داشتن در همون دادگاهی که شما بهش باور داری گفتن جرم این گناه 3 سال زندانه، جرم این گناه 5 ساله، بعد خودشون چون کم آوردن حملات مجاهدین بوده نتونستن کارآمد داشته باشن، آمدن این اسیرا رو، ببین این کلمه اسیر و رفتار با اسرا قانون داره، به غیر از قانون ژنو و قانون اینها یک قانون دینی هم ما داریم که آقا شما با اسیر باید خوش رفتار باشی. صحبت های آقای منتظری رو گوش کنید، اگه به صحبت های آقای منتظری اعتراض دارید بیان مهمون برنامه من باشید صحبت کنید. درباره دعا، بله دعا، حتی تو آمریکا هم میگن که دعا کارسازه. این روزا یه گروه های هستن میرن تو بیمارستان ها برای مردم دعا میکنن، دعا میخونن و میگن شفا میده. آخوند نقطه‌ای نباش دوست عزیز. این چیزی که آقای خامنه ای گفت به عنوان یک آخوند میتونه بگه، به عنوان یک رهبر کشور نمیتونه بگه. ما نمونهش رو داریم، این شالاتان ترامپ الان میگه ما احتیاج داریم به دعا، به خاطر همین کلیساها رو باز کنید تا این مردم بیان توی هم بلولن، وول بخورن، مریض بشن. چرا؟ میخواد اینا بعدن بگن آها ترامپ به ما آزادی دینی داد.
آقا کی مزاحم شماست؟ شما برو اینجا سه روز تو کلیسا بشین دعا بخون، به من چه؟ ولی اون نباید به عنوان رئیس جمهور آمریکا بیاد همچین چیزی بگه. خامنه ای هم نباید به عنوان ولی فقیه یا هرچی که اسم خودشه که اصلا خودشان نمیدونه چه کاره هست، به عنوان رهبر یه مملکت بیاد بگه شما بریم فلان دعا رو بخونید تا خوب بشه. باید بیاد بگه ما اینجا به اصطلاح واکسن داریم، این داریم، اون داریم. سه دقیقه دیگه با آقای ارشاد هستیم، اگرم دیر شد تقصیر آقای مهدیاره. ضمناً آقای شاپور مهدیار، شما اسمت مهدیاره ولی آقای شاپور مهدیار هم کشتیگی بود تو شیراز، هم معاون مدرسه ما بود. خیلی ممنون. ایشون میگه ممنون از لطف هر دوتون، اما باید هر سه گزارشی رو نشون بدی. آقا هیچ بایدی نیست، شما اگه خواستی من $500 چارجت میکنم، میرم اون مدارک رو میام نشونه میدم. به مردم نگید باید، شما نمیتونی به این اون بگی باید. اگه بگی باید میشه شاه، اگه بگی باید میشه این آخونده. آقا آخونده خراب کردن، اگه خراب نکرده بودن مردم امروز دنبال شاه نبودن. اگه خراب نکرده بودن این تلویزیون های شاه اللهی جرات نمیکردن از تو سوراخ هاشون با اون پولای دزدی بیان بیرون. کاکا جون قربونت برم، خراب کردن، دروغ گفتن. اینه که دی قبول داری که دروغ گفتن؟ گفت ما چی؟ خب تقیه نه، یه چیز دیگه گفت. اون گفت دیگه عزیز من، قبول کن. خب بریم، خداحافظی میکنم ازتون، آخر هفته خوبی داشته باشید. چند دقیقه دیگه برمیگردم با آقای حسن ارشاد از ایران، از تهران. ضمناً ایشون برنامه 272 خود رو هم ساخته و پرداخته و آماده کردن، ما هم ضبط کردیم بهتون نشون میدیم. این دو هفته‌ای که با ما بودن هستن و اگر ادامه داشته باشه، به غیر از برنامه‌های عادی هر روز که پخش می‌کنیم و روز جمعه هم ساعت 4 برنامه زنده‌ای هم که با ایشون داریم پخش می‌کنیم، یعنی برنامه آقای ارشاد از 1 ساعت شد 2 ساعت. دوستان باهایی یادتونه یه زمانی شما 50 ساعت در تلویزیون مردم برنامه داشتید؟ آقای ارشاد آمد به شما نشون داد که مرد میدون نیستید، یکی یکی در رفتید ولی ایشون باقی مونده. با همون برنامه رو ببینیم. کاش که دیگه اینو قطع نکنم، همین فیسبوک رو ادامه بدیم. اینجا یک قطع و وصل میکنم که این فایل ها جدا بشه. یک دقیقه.